درود بر عزیزان و هموطنان گرامی، اجازه بفرمایید این لنزمون رو ما برای اینکه خلف بعدی نشه به حضورتون عارضم که درود دارم خدمتتون. مجبور شدیم تو همین شرایطی که هستیم لایبمون رو آغاز بکنیم، ولی کن به حال وعده رو نشکستیم. پیش از هر چیزی درود دارم خدمت همه هممیهنان عزیز و آصف جان، درود بر شما و به حضورتون عارضم که سر وعده من خدا رو شکر میکنم با توجه به شرایط و این ور و اون ور و مشکلات تونستم که وعده خودم رو نگه دارم و بیایم که امشب رو در محضر جناب آصف از حضورشون کسب فیض بکنیم در رابطه با موضوع بحث امشب که در مقوله اضافه کرده ام. یک سری اخبار خیلی خوب هم دارم براتون، بیش از هر چیز بگم که در آخر بحث حتما خدمتتون ارائه خواهم داد. از هر چه که مهمتر اینه که مجموعه گفتارهای امشب منتج به نتیجه گیری هایی که هموطنان رو به واقعیت های تاریخی منسوب به آنچه که جناب آصف ارائه می دهد مستند به یک سری اسناد مشخصی است که بدیهی بعد از پایان بحث جناب آصف متعهد شدند در اختیار قرار بدن به صورت لینک که در کامنت یا با ادیت نام پست ما همراه میکنم با خود پست که در اختیار عموم قرار بگیره و عزیزان بتونن به منابع این گفتار دسترسی پیدا بکنن. جناب آصف گرامی، من درود دارم و برای شما عد رو میفرستم که در خدمتتون این بعد به ساکن. خب درود بابک. درود بر شما. از ادب کسی که منزل نیستیم بابک جان، من همیشه هستم در خدمتتونم. فقط تعجب من بر این که ببینید این آقای هر شبت خدمت شما جناب دیشب بله. اسم شریفشون هم فراموش کردم، با این حافظه من باید چه بکنم. جناب شیبانی دیشب اومدن با اون کراواتشون درست. بنده رو مجبور کردن که از تیشرت یقه بسته استفاده بکنم. شما امشب دیگه با کراوات بودیم، حالا ما نمیدیم چه باید بکنیم. در خدمتون هستم جناب آصف و از محضرتون کسب فیض میکنیم. خواهش میکنم. من درود میفرستم به همیهنان عزیز، به دوستانی که در تالار هستند و همچنین دوستانی که پس از پایان برنامه میدونم برنامه رو نگاه میکنن. به تک تکشون درود میفرستم و امشب میخوام در ارتباط با پوریم گفتگو کنم. تقریبا حدود فکر میکنم 2 هفته پیش میخواستیم برنامه پوریم رو داشته باشیم بابر جان، مسائلی پیش اومد از جمله مسائل سیاسی روز که نتونستیم به این گفتگو ادامه بدیم و البته گمان من هم بر این بود که جریان پوریم، جشن پوریمی که یهودیان برگزار میکنن،
نزدیک به جشن نوروز ما خواهد بود. من 2017 رو در نظر گرفته بودم به اشتباه، و در صورتی که در سال 2018 جشن پوریم برابر شد در پایان ماه گذشته و اوایل ماه مارس. ماه مارس بود و گذشت این برنامه، اما جا داره که به این جشن پوریم بپردازیم، چون هم یهودیان این جشن رو گرامی می‌دارن و هم خب برخی از همیهنان ایرانی ما هم که اصلا یهودی نیستند. من بارها و بارها دیدم که خب در دنیای مجازی در بیرون تبریک میگن و این جشن رو گرامی میدارن، در خود ایران هم میرن و این جشن رو به هر حال در کنار یهودیان سهیم میشن و شاد باش میگن. از این رو من چون رابطه مستقیم داره جریان پوریم با تاریخ ایران، با به ویژه در ارتباط با نهاد پادشاهی ایران، دوران هخامنشی و طبق اسنادی که خود اینها مطرح میکنند، و مسائلی در ارتباط با نژاد ستیزی و اندیشه هایی که خب در تورات هست، گفتم که رابطه مستقیم داره با ایران، به همین دلیل گفتم که باید به این جریان هم پرداخت، یک اشارهی کرد به جریان پوریم. و در طول سالیان گذشته هرچه پررنگتر میبینیم که سالها که گذشت دیدیم که این جریان داره پررنگتر میشه، به ویژه رئیس جمهور اسرائیل به این جریان پرداخت، فرد مانند بنیامین نتانیاهو بارها و بارها دیدیم خوب سخنرانی هایی داشتن در ارتباط با پوریم، و این جریان یک بخشی دارای بعد مذهبی است، یک بخشی وارد جریان سیاسی میشه. یعنی این جریان پوریم هم مسئله است مذهبی، خب از دیدگاه تفکراتی که خب یهودیان دارن، هم بخشی در دنیای سیاست وارد میشه و در ادامه برنامه توضیح میدم. و همین روی تصمیم گرفتم به پوریم بپردازم. و یکی از بحثایی هستش که خب من دیدم ایرانیان کمتر به این جریان پرداختن. من افرادی رو دیدم در داخل میهن و بیرون از کشور به پوریم رو نقد کردن در حد مقاله و اینها بود و به صورت نوشتاری بود، و کمتر دیدم به صورت گفتاری در یک برنامه بیان این جریان رو نقد کنن و مورد بررسی قرار بدن. و در کنارش هم برخی دیدم به صورت ناآگاهانه ایرانیان میهن پرست، ایرانیانی که عاشق ایران هستند، ایرانیانی که اندیشه های پاکی دارن، اندیشه های سالمی دارن، و تعجب کردم که چگونه است که این جشن پوریم رو گرامی میدارن. برای من خیلی عجیب بود و به اینها مجموع عواملی شد که من بیام به پوریم بپردازم. و خب تفکرات دیگری رو ما در تورات داریم، در انجیل داریم، و اینها رو من کمتر وارد میشم، ولی پوریم چون ارتباط مستقیم با ایران داره گفتم به یه مسئله بپردازم. بپردازیم به پوریم. پیش از اینکه من به پوریم بپردازم، دوستان عزیز، ما یک مسئله ای داریم به نام تورات، یک جریانی داریم به نام عهد عتیق. این رو من یک توضیح کوتاهی میدم تا بدونیم برنامه از چه قراره. ما در تفکرات یهودیان کتابی داریم، مجموعه ای داریم به نام عهد عتیق. این عهد عتیق شامل تورات هست و بخشایی که مربوط به بزرگان و پیامبران یهودی هست. کسانی که میگن که بله جریان یهودیان که مطرح میکنن تنها به تورات میپردازن، این اشتباه هست. تورات تنها شامل 5 بخش هست و از بخش پیدایش آغاز میشه تا به تصنیح میرسه. بحثی که من امشب میخوام مطرح کنم، بخشی برمیگرده به تورات، بخشی هم برمیگرده به عهد عتیق. عهد عتیق مجموعه رو در نظر میگیره، یعنی شامل تورات هست و بخشهای دیگری که در اندیشه یهودیان اینها رو گرامی میدارن و برایشون قابل اهمیت هست، که شامل 39 بخشه. 5 بخش تورات رو داریم و حدود 34 بخشی داریم که مربوط به پیامبران و بزرگان یهود هست. و جریان استر یا این جشن پوریمی که اینها گرامی میدارن، یکی از بخشهای 34 گانه ای هستش که پس از تورات آمده. اینو خواستم بدونید، یک نمای کلی از جریان تفکر ابراهیمی داشته باشید. و در کنارش من به 3 بخش امشب میپردازم در ارتباط با این موضوع. یک بخش مربوط به خود پوریم هست، یک بخش به مربوط به کتاب اول سموئیل هست که این هم جزء اون بخش 34 گانه قرار میگیره، یک بخشی هم مربوط به خود تورات هست، یعنی به خود موسی برمیگرده، و بخش دوم این کتاب تورات هست که
پس از جریان پیدایش ما وارد خروج میشیم و این خروج رو من یک بخش از خروج رو میخوام توضیح بدم که در ارتباط با پوریم هست. اینها رو گفتم تا دوستان بدونن که من هدف من چه هست و این بحثی که میخوام باز کنم به کجا خواهیم رسید. این مورد بود. من یک توضیح کوتاهی راجع به پوریم میدم دوستان عزیز که اصلا جریان پوریم چه هست و این مسئله‌ای که یهودیان گرامی میدارن جشن میگیرن چه هست و چه ارتباطی با ایران داره، اصلا چرا ما باید این بحث رو مطرح کنیم. ببینید، در جریان پوریم که نامش هست به صورت کلی، من پیش از اینکه به بحث بپردازم بابک جان، مطالبی که من دارم مطرح میکنم از انجمن کلیمیان تهران هست. من سند من انجمن کلیمیان تهران هست، یعنی سایت متعلق به خود یهودیان هست و این بخشی که میخوام مطرح کنم مربوط به تومار استر هست که اینا به زبان خودشون اینا میگن مگیلا، مگیلا یا مگیلت میگن، که در سایت های خود، برای نمونه میگم، خود یهودیان در نوشته های انگلیسیشون میگن مگیلا، مگیلا پوریم و این رو به این عنوان میشناسن. و این تومار استر رو من، منبع من از خود سایت انجمن کلیمیان تهران هست، اما توضیحاتی که میدم، نقد هایی که میکنم، خب اونا مسئله است که خودم بهش میپردازم و تاریخ و منابع هم عنوان خواهم کرد. برمیگردیم به تومار استر و ببینیم که این جریان چه است. این تومار استر شامل چند بخش هست که کلا جریان استر و این پوریم در درون این جریان استر به وجود میاد که به صورت یه قرعه کشی بود که در جریان استر به وجود. حالا توضیح میدم دوستان عزیز. ببینید، در جریان پوریم من این بخشی که عنوان میکنم از دیدگاه یهودیان میپردازم، یعنی اینجا دیدگاه های خودم رو مطرح نمیکنم، یعنی با دید خود این نوشته‌ای که در ارتباط با استر هست به این جریان میپردازم تا بعد نقطه نظرات و نقدهای خودم رو نسبت به جریان پوریم و استر مطرح کنم. برسیم به تومار استر. در جریان داستان استر که اینها روی سخنشون در واقع خشایارشا هست و دوباره انجمن کلیمیان در جای اشاره مستقیم میکنه که پادشاه مورد نظر که اهشویروش باشه، که اینها میگن همه خشایارشا هست، در واقع اینو به عنوان خشایارشا معرفی میکنن در سایت های خودشون، در افرادی که خب افراد یهودیانی که به صورت برجسته به این تاریخ پرداختن بیشتر مسئله خشایارشا رو عنوان کردن. ایده هم گفتن که بله مربوط به داریوش است و این در بخش نقد من اینا رو توضیح میدم، ولی تا اینجا من از دیدگاه یهودیان به موضوع میپردازم، تا اینجا روشن شد. ببینید، زمانی که جریان پوریم به وجود می آمد بنیادش چه است؟ ما پادشاه هخامنشی رو داشتیم به نام خشایارشا و خشایارشا شاهنشاه ایران، ایشون یک ضیافتی رو میگیرن، یک مهمانی رو میگیرن و در این مهمانی خب بزرگان ایران رو دعوت میکنن، سرداران ایران، ارتشیان ایران، بزرگان ساتراب نشین ایران رو اینا رو دعوت میکنن به دربار به کاخ و یک ضیافتی رو میگیرن. در میانه این ضیافت، البته اسناد من طبق گفته های استر هست، اینا مطالبی نیست که دیدگاه کتاب های تاریخی باشه، خیر، در این ضیافت پادشاه دستور میدن که بله ملکه ایران، شهبانوی ایران به نام وشتی بیان و در جلوی مهمان ها این فرد بیاد برقصه، خودش رو نشون بده و بیاد خودنمایی کنه. زمانی که به وشتی این پیام رو میدن که پادشاه دستور داد، وشتی این رد میکنه دستور پادشاه ایران رو و نمیپذیره، میگه که من حاضر نیستم بیام در این ضیافت خودنمایی کنم و غیره، و خواسته پادشاه ایران رو رد میکنه و از اینجا این جریان به وجود میاد که سرداران میان با پادشاه صحبت میکنن که میگن بله ایشون از فرمان شما سرپیچی کرد و غیره. در نهایت من جزئیات رو نمیپردازم، کلیات رو بیشتر میگم. در نهایت ایشون وشتی رو میذارن کنار، دیگه شهبانوی ایران نیستن، دیگه ملکه ایران زمین نیستن و پادشاه دیگه در این بخش دیگه ایشون همسری ندارن و بزرگان ایران میگن که بله شما باید همسری داشته باشید که از این همسرتون خب فرزندتون، جانشینتون بیاد و پادشاهی سکان پادشاهی ایران رو به دست بگیره. ایشون هم دستور میده خب بانوانی رو بیارید انتخاب کنید که چند تن رو من از میان اونها، اونی که خب دوست داشتم رو برمیگزینم و ایشون دستور میده میگردن در این شاهنشاهی ایران زمین در ایران شهر، میرن خب خانومایی که برازنده
ملکه بودن یا شهبان بودن ایران بودن رو انتخاب میکنن عده‌ای و میارن به حضور پادشاه. در نهایت پادشاه شخصی رو انتخاب میکنه برمیگزینه به نام استر، که این استر رو میارن معرفی میکنن، مورد پسند پادشاه قرار میگیره و زمانی که پادشاه ایران استر رو قبول میکنه، این ریشه این جریان برمیگرده به فردی به نام مردخای. مردخای خودش یک یهودی بود و این فرد رو در واقع، مردخای رو من دوستان دیدم در نقدهایی که انجام میدن، مردخای رو به عنوان عموی استر معرفی کردن. خیر، مردخای پسر عموی استر بود نه عموی استر. من این رو از منابع یهودیان دارم میگم، این اشتباهات رو خب دوستانی انجام دادن در نقدهاشون و اینا، البته جزئیات هستش، زیاد مهم نیستش. و این پسر عموی استر، مردخای، استر رو بزرگش میکنه و چون استر پدر و مادر خودش رو در بچگی از دست میده، این رو به هر حال به عنوان یک پدر میاد استر رو به هر حال تربیتش میکنه و استر بزرگ میشه و در نهایت معرفی میکنه به عنوان یک شخصی که بیاد در نفوذ کنه در دربار پادشاهی ایران. و استر هم در نهایت میپذیره، میاد و پادشاه استر رو قبول میکنه که بشه که به هر حال ملکه ایران یا شهبانوی ایران زمین. در همین حین من یه سوال دارم، یه سوال دارم جواسه. این آیا در یک سری از گفتارها من اینطور شنیدم که دربار شاهان ایران، من والا این البته آدم شرمش میاد، من میدونم که این فرهنگ اصلا شامل ایرانیان نیست، ولی شما امشب به صراحت بفرمایید، دارای حرمسرایی برای پادشاه و چندین و چند زن هر پادشاه داره؟ اصلا نه خیر، اصلا چنین چیزی نیست بابک جان. این بحث کاملا، این بحث رو جدا من در یک برنامه کاملا، از جمله دروغ هایی که میگن یا وایی که میگن ازدواج نمیدونم پادشاهان با نمیدونم خواهران و نمیدونم فلان و اینا رو من در یک برنامه جداگانه اینها توضیح میدم. اگر وارد این بحث شیم، بحث ما به جای دیگری کشید. من فقط خواستم یه اشاره پرسش بدم. خیلی خوبی هست بابک جان. خیر، من در ادامه برنامه توضیح میدم که اصلا خشایارشا یک همسر داشتن. این اصلا اینا دروغه، اینا رو باید بذاریم کنار، اینا رو ثابت میشه کرد و اسنادش رو هم خدمتتون ارائه خواهم داد در ادامه. این من الان برنامه استر رو توضیح میدم، سپس به این مسئله میپردازیم. زمانی که تا اینجا رسیدیم که مردخای این رو معرفی میکنن و استر رو معرفی میکنن و استر چیکار میکنه؟ دوستان یهودی عزیز گوش کنید، استر میاد به دروغ خودش رو یک ایرانی معرفی میکنه، ریشه خودش رو ایرانی معرفی میکنه، اندیشه خودش رو هم معرفی نمیکنه و نمیگه من یهودی بودم و نژادش رو و باور خودش رو به پادشاه ایران نمیگه. و در واقع این رو من نمیگم، در واقع در اینجا در بخش ده در همین سایتی که من خدمتتون عرض کردم در داستان استر هست. شما منابع انگلیسیش هم اگه دوستان خواستن هست، یعنی فقط این نیست، منابع انگلیسیش هم هست دوستان، یعنی اسناد متفاوت رو من بررسی کردم، همه اینها یکی هستن، هیچ گونه شکی نیست. استر ملیت و محل تولد خود را فاش ننمود، زیرا مردخای به وی دستور داده بود که فاش ننماید. یعنی استر به پادشاه ایران دروغ گفت. این یک، اگه ما این سند رو بپذیریم، ما فرض میکنیم این اسناد درست باشه، با فرض درست بودن این اسناد، استر به پادشاه ایران دروغ بود. این فقط یک بخش رو داشته باشه. در بخش بعد به تازه این آغاز کار هست دوستان. بعد در ادامه پادشاه ایران یک وزیری داشت به نام هامان. این وزیری که به نام هامان معروف بود، مسائلی در اونجا پیش میاد. این وزیر دارای قدرت میشه و پس از پادشاه نفر نخست نهاد پادشاهی ایران میشن هامان. و مردخای همیشه بی احترامی میکرد به هامان و زمانی که بزرگان وزیران دیگر تعظیم میکردن، مردخای میگفت من حاضر نیستم در برابر هامان سر تعظیم فرو بیارم. و این تنش ها بین مردخای و هامان به وجود آمد و در نهایت هامان تصمیم میگیره، این چیزیه که اینا مطرح میکنن، هامان تصمیم میگیره که این که مردخای و طرفداران مردخای رو که در 127 ایالت ایران بودن، اینها رو از بین ببره در یک روزی به نام روزی که خود البته مردخای هامان تعیین میکنه، اینها رو بگیرن بکشن و این جریان اونجا خاتمه پیدا کنه. به همین دلیل
میاد با پادشاه ایران خشایارشا هامان گفتگو میکنه و میگه که بله خشایارشا اینها قصد توطئه دارن و میخوان شما رو از بین ببرند و غیره، و پادشاه ایران خشایارشا دستور میده که تمام یهودیان رو اینها بکشند و قتل عام کنن. یعنی طبق اسنادی که هامان به پادشاه ایران ارائه میده، خشایارشا تصمیم میده که یهودیان رو از بین ببرند. در همین حین این جریان به گوش مردخای میرسه و مردخای میاد با پیام میفرسته برای استر و میگه به استر بگید که یک فرد مورد اطمینانی داشت، به استر بگید که با پادشاه ایران گفتگو کنه و اجازه نده یهودیان از بین برن. خود استر تو یک یهودی هستی و اجازه نده که نسل ما از بین بره. این هامان میخواد همه رو از بین ببره. خب تا اینجا. و استر میاد در نهایت با پادشاه ایران گفتگو میکنه، پادشاه میگه هر خواسته‌ای داری من انجام میدم. و هامان تصمیم میگرفت که یک داری رو به وجود آورده بودن، حالت میدانبار در همون کاخی که پادشاهی بود، که اونجا مردخای رو به دار بیاویزن. و در نهایت زمانی که استر میاد با پادشاه گفتگو میکنه، پادشاه نظر استر رو میپذیره، میگه که بله این هامان به افرادی خواستن قصد جان شما رو کردن، اینا میخواستن شما رو از بین ببرن و در نخست میخواستن یهودیان رو از بین ببرن، سپس شما رو، و یک توطئه ای رو اینجا به وجود میارن بر ضد هامان. و هامانی که میخواست مردخای رو بکشه، به پادشاه فرمانش رو لغو میکنه، سریع دستور میده در تمام ایالاتی که قرار بعد این بود که این یهودیان کشته شن، این فرمان رو لغو میکنه و اجازه نمیده که یهودیان کشته شن. برعکسش میگه که خب حالا استر شما چه خواسته ای داری؟ من این فرمان رو لغو میکنم. بسیار خوب، گفت فرمان رو قارون کن. هامان و تمام طرفداران هامان اینا دشمنان یهود هستند. ما باید اینا رو از بین ببریم. شما دستور بدید که یهودیان در کوی و برزن، در دهات، در شهر، در تمام بخش‌های زیر نفوذ امپراتوری ایران، اینها بیان دشمنان یهود رو از بین ببرن، قتل عامشون کنن. من این خواسته رو از شما دارم. پادشاه هم خوب میاد قبول میکنه، خشایارشا، و دستور میده که بله هامان رو به دار بیاورن. همون دادی که برای مردخای اینا در نظر گرفته بودن، هامان رو میبرن در اونجا به دار میآویزن. در کنارش 10 پسر هامان رو میکشن در روز 13 آدار. در روز 13 آدار که جشنهای پوریم از 13 آدار هست تا 15 آدار، که 15 آدار روز آزادی یهودیان هست و 15 آدار اوج جشن پوریم هست که اینها گرامی میدارند و شاد هستند. دوستان دقت کنید، جشن پوریم بر مبنای نسل کشیه، بر مبنای خون ریختن انسان هاست. شما این رو مقایسه کنید با جشن نوروز، اصلا دو تا بحث کاملا متفاوته. یعنی اینها میان انسان هایی رو از بین میبرند، میان جشن پوریم میگیرن. حالا در ادامه بهش میپردازم، خیلی بحث جالبیه، اصلا قابل مقایسه. این جشن نیست، این یک عزا، این یک کشتار هست، این یک نسل کشی است و این اصلا شرم‌آور است برای یک انسان. اصلا بحث ایران رو هم بگذاریم کنار، از دیدگاه انسانی به موضوع نگاه کنیم. ببینید در کنارش اینا چه میکنن و میگن که بله پادشاه ایران دستور میده. در روز 14 آدار استر دوباره میاد در روز 13 هم به پادشاه میگه که بله این کشتاری که ما انجام دادیم کم بود، که یه تعداد دیگه هم هستن، شما دوباره دستور بدید یهودی‌ها بیان دوباره قتل عام کنن. و در روز 14 آدار دوستان عزیز حدود 75,000 شهروند ایران رو طبق دستور خشایارشا که اینها مطرح میکنن، دستور و یهودیان اینها رو قتل عام میکنن. یعنی حدود تقریبا 77,000 ایرانی رو اینها میگیرن میکشن. یک نسل کشی وحشتناکی به وجود میاد در این جریان و اینها میان به قول خودشون دشمنان خودشون رو از بین میبرن. در ادامه من چند تا نکته هست میخوام خدمتتون مطرح کنم. ببینید این قسمت ها رو میخوام از رو بخونم، بخشای رو. میگه هامان درخواست نمود که قوم مردخای، یعنی تمام یهودیانی که در کلیه نقاط پادشاهی خشایارشا زندگی میکنن، به قصد برسن. این یک بخشی که در پیش از این مطرح کردن. بعد در ادامه ببینید دوستان عزیز، من زمانی که میگم که این جشن پوریم رو باید بگذاریم کنار و این اصلا باعث میشه که جریان پادشاهی ایران، چه خشایارشای بزرگ باشن چه افراد دیگری که در مسند قدرت بودن، دستور رو نگاه کنید. دستور بسیار وحشتناکیه. پادشاه دستور میده که تمام یهودیان را از پیر تا جوان، کودکان و زنان را در یک روز نابود کنند. و پس از اینکه مردخای و استر میان این مسئله رو مطرح میکنن، این دستور وارون میشه. میگه که تمام کسانی که میخوان یهودیان رو بکشن
بیاین شما اینها رو قتل عام کنید. یعنی در هر دو قسمت یه دستور نادرست است. حالا من میخوام به این جریان بپردازم که این بحثی که دوستان مطرح میکنن و در روز 14 آذر موفق میشن تمام کسانی که مخالف خودشون رو بودن رو از بین ببرن، اصلا جریانش چه است و ما با دید تاریخ وقتی نگاه کنیم آیا این جریان درست هست یا نادرست. من از آغاز به این جریان میپردازم، یعنی از خود استر. استر اولا که استر دروغ رو دوستان عزیز، ما در تمام اسناد تاریخی که وجود داره شما نه نامی از وشتی میبینید که ملکه اول بود، همسر نخست پادشاه بود، اینا میگن، چه استر همسر دوم. هیچ کتاب تاریخی به جز این که استری که یهودی ها مطرح میکنن واژه‌ای به نام نه وشتی وجود داره نه استر. من حتی با یک درجه تخفیف به اینا میگم که خب آقا استر که اصلا وجود نداره، حداقل وشتی که باید وجود داشته باشه به عنوان همسر پادشاه. یعنی شما یک منبع تاریخی در جهان تا کنون موجود نیست، پیدا نشده که بگی که بله همسر پادشاه ایران خشایارشا وشتی یا استر بود. من هر دو رو میگم، هیچ کدام همسر پادشاه نبودن. متوجه هستین این بحث خیلی مهم هست. و همسر پادشاه ایران شخص دیگری بود. همسر پادشاه ایران در واقع دختر اتانس بود. دختر اتانس، من ببینید پیش از اینکه به خشایارشاه بپردازم، دوستان عزیز، ما در نهاد شاهنشاهی هخامنشی کسانی که ازدواج میکردن، شما برای نمونه من داریوش رو میگم، همسر داریوش شاه پادشاه ایران، داریوش یکم، دختر کوروش بزرگ بود. همسر خشایارشاه شما که نگاه کنید که فرزند داریوش بود، همسر خشایارشاه که بود، همسر خشایارشاه دختر اتانس بود یا هوتن. حالا هوتن یا اتانس کی بود؟ ما یک هرودوت یک بحثی رو مطرح میکنه، یک شورای هفت نفره بود از بزرگان ایران که در این شورای هفت نفره سه تن اومدن با هم بحث میکنن، یکی هوتن یا اتانس بود، یک فرد دیگر به نام مگابیس بود، یک فردی هم به نام کوروش که به نام داریوش، که این سه تن با هم مناظره میکنن که چه کسی بشه پادشاه ایران. من دارم تاریخ هرودوت رو توضیح میدم. ببینید هرودوتی که کینه ورز بود، هرودوتی که دشمن تاریخ ایران زمین بود، هرودوتی که تاریخ ایران رو تحریف کرد، نام استر و وشتی رو نمیاره. دقت کنید دوستان، من حتی هرودوت رو براتون سند میارم و تمام کتاب‌های تاریخ دیگر رو که شما نگاه کنید. در کنارش بحث جالب اینجاست که هرودوت زمانی که میاد سخن میگه، میگه که بله این اتانس و مگابیس نوع دیگری از سیستمی کشورداری میپسندیدن و داریوش نهاد پادشاهی رو که در یک شورای هفت نفره داریوش به پادشاهی میرسه و داریوش در واقع میاد با دختر اتانس ازدواج میکنه و ایشون میشن آمستریس بود که نامش، و ایشون میشن ملکه یا شهبانوی ایران زمین. نه نامی از وشتی داریم باور جان و نه نامی از استر. یه نکته جالبم که خدمت میگم در مورد نام همسر پادشاه ایران، دوستان عزیز، زمانی که خشایارشاه ازدواج میکنه، تمام فرزندان خشایارشاه از دختری هست که به هر حال از شهبانویی هست که دختر اتانس بود. شما یک فرزند از وشتی، یک فرزند از استر در تاریخ ندارید که بگیم که بله اینا فرزند وشتی بودن، فلان شخص فرزند استر بود. همچین چیزی ما نداریم. هیچ دور، یعنی شما در دوره پس از خشایارشاه یا حتی اگر دوستان داریوش دوم رو هم در نظر میگیرن، اصلا یک دونه ما نداریم که یک فردی دختر وشتی باشه، دختر نمیدونم استر باشه، پسر استر باشه، پسر وشتی باشه. ما تمام فرزندان خشایارشاه در واقع هیچ ربطی به این جریان، چون اصلا همسرش نبودن، چون این یک دروغ تاریخیه که اینها دارن مطرح میکنن و این هیچ جریان هیچ ربطی به خشایارشاه نداشت. و زمانی که پادشاهان هخامنشی ازدواج میکردن، همسرانشون رو از بزرگان سرزمین بزرگان هخامنشی اینا انتخاب میکردن و اگه نگاه کنید یک مجموعه خانوادگی بودن، نه خانوادگی مثلا محارم و اینا، نه خیر، مثلا میومد با دختر فلان سردار ازدواج میکرد، با دختر فلان طبقاتی شازاری. بوده جناب جامعه ایران اصولا جامعه طبقاتی بوده. نه نه بابک جان، طبقاتی خیر، طبقاتی رو اصلا چنین چیزی نیست. من واژه طبقاتی رو در دوره ساسانیان مطرح میکنم. اصلا ما ببینید طبقاتی رو
واژه غلط اندازی با بچه‌ها، اینو من توضیح بدم. نه نه من آقا با طبقاتی کمونیستی نمیخوام قاطی بشه. نه ببینید، واژه طبقاتی ریشه در تفکرات کمونیستی داره که با دید کمونیستی به واژه طبقات نگاه. ما در دوران ساسانی طبقات داشتیم، این طبقات بر مبنای شغل بود، بر مبنای پیشه بود، بر مبنای اون اندیشه فکری بود. یعنی چی؟ یعنی ما طبقه موبدان داشتیم، ما طبقه صنعتگران داشتیم، ما طبقه کشاورزان داشتیم. جدایی طبقات در دوران ساسانی به معنای تبعیض نبود، متوجه شدین؟ یعنی طبقه بندی ها به معنای تبعیض نبود، اتفاقا به سود ایران بود. امروز همین رو ما در اروپا داریم، در آمریکا داریم. این طبقات مختلف به معنای این نبود که ما تبعیض قائل بشیم، به هیچ عنوان تبعیض نبود، بلکه به این معنا بود که کشاورز باید کار کشاورزی انجام بده، صنعتگر کار صنعتگر رو انجام میده. صنعتگر نمیرفت در کار موبد دخالت کنه، موبدان نمی اومدن در کار کشاورزان دخالت کنن. میتونست کشاورز بشه ولی نمی اومد در اون امور وارد شه، و کشاورز هیچگاه نمی اومد در بخش ارتشداران اونجا وارد شه. و ببینید هر کدام جایگاه خودشون رو داشتن و این بر مبنای شایستگی بود، بر مبنای تبعیض نبود که از نظر حقوق شهروندی، حقوق مدنی همه در برابر قانون برابر بودن. یعنی شما هیچ تبعیضی از دیدگاه قانون میان یک موبد با یک کشاورز، با یک پیشه‌ور، با یک صنعتگر شما نداشتید. این بحث طبقات بسیار ظریف است در جای خود. من در دوران ساسانی ها به این بحث می‌پردازم. این بحثا رو چون این کمونیست ها اومدن به دروغ در تاریخ ایران گفتن بله آقا جامعه ساسانی جامعه طبقاتی بود، تبعیض قائل می‌شدن. این یاوه هست، این حرف یاوه هست، اینها رو باید بذاریم کنار. پوچ استدلال بسیار سست هست. اون چیزی که ما در تاریخ میخونیم وارون آن چیزی است که این اسلامگرایان و این کمونیست ها مطرح کردن. اینو بذاریم کنار. منظور من این بود که ازدواج در خانواده هخامنشی به صورت خانوادگی بود، یعنی در درون خانواده ها، در درون خانواده های سرداران اینها به وجود می اومد. یعنی اینجور نبود که پادشاه ایران بیاد استر رو ببینه، نه پدرش رو بشناسه، نه مادرش رو بشناسه، متوجهی؟ نه اصل و نسبش رو بشناسه، بله تو بیا شعبانی ایران شد. آخه این خنده‌دار عزیز من، کجای تاریخ هخامنشی ما چنین چیزی داشتیم؟ به این نکته ها دقت کنین دوستان. در ادامه یک بخشی که خیلی جالب هست، زمانی که اینا میان این کار انجام میدن و قتل‌ها رو صورت میدن، حالا من پیش از اینکه به ادامه این بحث بپردازم یه نکته خیلی جالبه. در بخش 17 در فصل 9 میگوید، اینو من دارم از کتاب استر میگم، و در هر استان و در هر شهر و در هر جایی که فرمان شاهنشاه و قانون او میرسید، برای یهودیان خوشحالی و شادمانی و ضیافت و جشن بود و بسیاری از قومهای کشور یهودی شدند، زیرا که ترس از یهودیان بر آنها افتاده بود. اصلا چیز وحشتناکیه. یعنی یهودیان اومدن ایجاد رعب و وحشت کردن و یه سری برای اینکه کشته نشن از ترس گفتن آقا ما اصلا یهودی هستیم، برای اینکه کشته نشن. این سند از خود کتاب استر ها. یعنی اینا افتخار میکنن برای اینکه انقدر رعب و وحشت به وجود آوردن که عده‌ای از ترس اینکه کشته بشن اصلا مخالف نبودن، گفتن آقا ما اصلا یهودی هستیم. این رو من نمیگم، کتاب استر داره میگه. این شرم‌آوره در تاریخ، و اینا افتخار میکنن یه سری از ترسشون اومدن یهودی شدن. در ادامه در بخش نهم میگوید در سراسر استانهای شاهنشاه خشایارشا یهودیان در شهرهای خود جمع شدن تا در برابر کسانی که میخواستن با آنها خرمه برسانند ایستادگی کنند، و هیچ کس در مقابلشان نایستاد، زیرا که ترس از آنها بر تمام قومها غلبه کرده. یعنی بابا جان در روز 13 و 14 اصلا اینا اومدن تو میدون، اومدن لاتبازی در آوردن، چاقو کشی کردن، شمشیر رو کشیدن بیرون، گفتن آقا هر کی میخواد بیاد ما رو بزنه بیاد. هیچ کس نیومد جلوشون، اصلا کسی قرار نبود اینا رو بکشه. در ادامه من میخوام این بحث رو بپردازم. دوستان عزیز، انجمن کلیمیان تهران پرسشی مطرح شد در ارتباط با کشتاری که انجام دادن. گفتن که بله شما کشتاری که در درون شاهنشاهی هخامنشی انجام دادی، شما ایرانیان رو کشتی. پاسخ انجمن کلیمیان میدونی چه بود بابا جان؟ اولا ایرانیان با یهودیان دشمنی نداشتن،
یعنی میگه اینا بحثش اینه که ما افرادی رو که کشتیم، اون 77000 تنی که کشتیم، اینا ایرانی نبودن. شما ایرانی ها ناراحت نشید، یعنی مشکلی نیست، ما با شما که کاری نداشتیم. فقط افراد امالقی که بت پرست بودن این قصد و نیت رو داشتن. همونطور که در مرحله بعد نیز میبینیم که بسیاری از ایران در ایرانیان در مبارزه بر علیه دشمنان به یهودیان کمک کردند. ضمن اینکه دقت کنید ایران آن روز بسیار پهناور بود و از قوم‌های مختلفی تشکیل شد که لزوماً ایرانی نبودند و نسب‌ها ما نیز ایرانی نبود و نسب‌های اونها ایرانی نبود و امالقی بودند. من تعجب می‌کنم دوستان کلیمی ما در تهران و به طور کلی زمانی که می‌خوایم پاسخ بدن میگن که آقا ایرانی شما ناراحت نشین، ما امالیق رو کشتیم. اینا امالیق بودن، ایرانی که نبودن. عزیز من، این دیدگاه نژاد ستیزانه است. اینها شهروند ایران بودن. شما اجازه نداری با دیدگاه مذهبی خودتون رو یک دونه از شهروندان ایران رو با هر نژادی که دارن از بین ببرید. این با قانون حقوق بشری که مدت‌ها قبل عزیز من کوروش نوشته، کسی که دارای شناسنامه ایرانی هست طبق قانون ایرانی محسوب میشه. کسی که در شاهنشاهی ایران زمین، هر فردی با هر دیدگاهی، یهودی، مسیحی، نمیدونم بودایی، زرتشتی، همه شهروندان ایران هست. اینا میگن چون اصل و نسبشون آریایی نبود ما اینا رو کشتیم، شما ایرانی ها چرا ناراحت میشین؟ یعنی ما نژاد ستیزی کردیم، این نژادشون ایرانی نبود. اصلا من شهروند ایران بودن. یعنی ما در آینده ایران باید بگیم بله یه سری عرب هستن، یه سری هم دشمنان عرب و اسلام بیان عرب ها رو بکشن. خیر، نژاد ستیزی ممنوع، عرب باشه، نمیدونم یهودی باشه، امالق باشه و غیره. اتفاقا نژاد پرستی خیلی هم عالی، ولی نژاد ستیزی ممنوع. واقعا نژاد ستیزی دقیقاً اینا اومدن نژاد ستیزی کردن. بابا جان حالا من میپردازم به امالق. امالق چه کسانی بودن؟ این دوستان یهودی ما میگن هامان و رفقای هامان که 77000 تن رو در ایران کشتن، اینها امالیق بودن و ما اومدیم امالیق رو کشتیم. ببینیم دیدگاه تورات به امالیق چیست، یعنی دیدگاه یهوه به امالیق چیست. اینجا دیگه دوستان عزیز من دارم از تورات برای شما فکت میارم. اینجا دیگه پوریم نیست، اینجا دیگه استر نیست. ها، یعنی اینجا بحث من راجع به استر و پوریم اینجا به پایان میرسه. من میخوام فکت بیارم از تورات، یعنی تورات رو هیچ کدومتون نمیتونین رد کنید. ببینیم در تورات آقای موسی و این یهوه که ازش پشتیبانی میکنید در مورد امالیق چه گفتن. در بخش خروج ما در تورات 5 بخش داریم. بخش نخست مربوط به پیدایش هست، بخش دوم مربوط به خروج هست. من در بخش دوم که خروج هست فصل 17 رو دارم سند میدم از خود تورات براتون میخونم. ببینیم نگاه این یهوه و موسی به امالیق چه بود. من از اونجا آغاز میکنم تا پایان، تا امروزی که در این دنیای کنونی ما زندگی میکنیم. ببینیم دیدگاه این دوستان یهودی ما نسبت به امالیق چه هست. این بحث امالیق بحث روزه، همون بحثی که آقای بنیامین نتانیاهو داره مطرح کرد، همون بحثی که آقای بنیامین نتانیاهو. این بحث من مربوط دوستان عزیز مربوط به 2500 سال پیش نیست، مربوط به 3000 سال پیش نیست. من میخوام ریشه تفکر بنیامین نتانیاهو رو که مطرح کرد رو، 77000 رو رازنه از کجا آوردم. من 77000 رو از تومار استر من دارم به شما کتاب معرفی، تومار استر رو برید بخونید، در اونجا رقم آورده شده. جناب آصف من خواهش می‌کنم الان به هیچ عنوان پاسخ تکسا رو ندید. من می‌خواستم حتی پاسخ تکسا رو بدم ولی الان فقط بین من پاسخ به امادی پاسخ درود دوستانی که تشریف آوردن داخل بحث رو من از همینجا درود می‌فرستم خدمت تک تک عزیزانی که به اضافه شدن به بحث. در پاسخ به درودشون و ازشون سپاسگزارم. پای بحث ما هستن الان. ببینید دوستان، اصلا مطلب آشنا شدن با تاریخ میهن عزیز ماست. ما نگاه نژاد ستیزی، نگاه نژاد پرستی یا چیزی مانند این نیست. ما برای آشنا شدن به فرهنگ و تاریخمون، چون
بارها و بارها تاریخ ما دچار سوزاندن توسط انیرانیان شده است، امروز وابسته ایم که از تاریخمون توسط تاریخی که انیرانیان نوشته اند، یا دوستان یا دشمنان، حالا من کار ندارم، استفاده بکنیم برای اینکه بیس و مبنای تاریخ خودمون رو از داخل اون، بیس و مبنای فرهنگ خودمون رو از داخل اون خروج بدیم. آشنا شدن با تاریخ تمام این عزیزان هیچ نگاه نژاد ستیزانه، دین ستیزانه یا گفتگوی این چنینی نیست. فقط داریم با بخشی از تاریخ آشنا میشیم تا وقتی میخواهیم بیاییم بگوییم فرهنگ ایران پرستی، بدانیم وقتی تمام این سیاهی ها رو از دورش زدودیم، به اون هسته مرکزی و اون طلای شفافی که بهش میگوییم ایران پرستی میرسیم. ایران پرستی نژاد پرستی هست، اما نژاد ستیزی نیست. دوستان دقت بکنید این رو. ما ایران بابا جان من اینو توضیح میدم. ببینید نژاد پرستی هم من توضیح میدم بابا جان، اینو این اشتباه نشه. ببینید ما در دین کرد، در دین کرد داریم که میگه که بله نژاد آریایی رو نژاد برتر میدونه، اما در چه چیزی؟ در اندیشه، در گفتار و در کردار. کردار متوجه هستید؟ ممکن یک فردی عرب باشه، ایران دوست باشه، عرب باشه، انسان باشه، دارای اندیشه نیک، گفتار نیک و رفتار نیک باشه. این انسان انسان بسیار خوبی هست. متوجه شدی؟ این جریانی که من دارم، من این رو در ادامه من توضیح میدم، این جریان ها رو با هم قاطی نکنید. اجازه بدید من وارد بحث شم. ببینید ریشه جریان پوریم که کشتاری که در ارتباط با پوریم به وجود آمد، برمیگرده به امالیخ. ببینیم امالیخ در تاریخ چه کسانی هستند و دیدگاه یهوه و موسی به امالیخ چه بود. در کتاب خروج در فصل 17 موسی به یوشه گفت برای خود ما نفراتی انتخاب کن و برو با امالیخ بجنگ، فردا من بر سر آن تپه میستم و عصای خداوند در دستم. یعنی موسی به یوشه میگه که آقا برو بجنگ. یوشه همون گونه که موسی برای جنگیدن با امالیخ گفته بود عمل کرد و موشه و هارون و هور از تپه بالا رفتند و چنین میشد که وقتی موسی دستش را بلند میکرد، اسرائیل یعنی قوم بنی اسرائیل قوی میشد و وقتی که دست خود را پایین میآورد، امالیخ قوی تر میشد. یعنی موسی که دستش بالا بود اینا پیشروی میکردند، موسی که خسته میشد دستش میافتاد پایین، امالیخ پیشروی میکردند، یعنی بنی اسرائیل عقب نشینی میکرد. حالا ببین این من نمیگم دوستان، بعد نگید این خنده دار بود. و دستان موسی سنگینی میکرد، سنگی برداشتن زیر او نهادن و او بران نشست و هارون و هور دستانش را یکی از این طرف یکی از آن طرف نگه داشت، دستانش تا غروب آفتاب ثابت بود. یعنی موسی که خسته شد اومدن دو تا دستش را نگه داشتن بالا تا این بنی اسرائیل در جنگ امالیخ رو شکست بده. جالبه. یوشه امالیخ و قومش را به ضرب شمشیر ضعیف کرد. خداوند اینجا یهوه به موسی گفت این را به عنوان یادبود در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که حتما نام امالیخ را از زیر آسمان محو خواهم کرد. ببینید یهوه، آقا یه گروهی بودن دوستان عزیز، اینا دشمنان یهود بودن، درست شد؟ اینا دشمنان یهود بودن. آقا جنگ بین دو گروه، یکی پیروز میشه یکی شکست میخوره. بحث من این نیست، ایران هم با بسیاری از کشورها جنگید، این جنگ همیشه وجود داره. خب البته میتونه نادرست باشه، ولی خب به هر حال وجود داره در این دنیا. بحث من این جنگیدن امالق و بنی اسرائیل نیست، بحث من اینه که اینها نژاد ستیزانه برخورد میکنن. یعنی نمیگن آقا جنگ بین دوتا گروه بود تموم شد رفت. یهوه میگه من نام امالق رو از زیر آسمان محو خواهم ساخت، یعنی دیدگاه نژاد ستیزی. موسی قربانگاهی بنا کرد و نامش را خداوند نیسا گذاشت. موسی گفت نظر به این که نیروی امالیخ بر ضد مقام خداست، خداوند نسل اندر نسل تا نابودیش با امالیخ جنگ داره. دیدگاه ببینید نسل در نسل، اینا کینه بکنن بابت جان نسبت به یه گروه همه را از بین میبرن. در قسمت بعد این یک سند دادم از خروج.
خروج از کتاب تورات. در عهد عتیق ما یک بخشی داریم به نام کتاب اول سموئیل. ببینیم کتاب اول سموئیل چه میگه راجع به عمالق. یعنی کتاب اول سموئیل رو ببینیم با توجه به دیدگاه یهوه. یهوه در قسمت نخست برگشت گفت که آقا ما اینها رو محو میکنیم. چندین سال میگذره، میرسه به دوران شاول و میرسه به دوران سموئیل. ببینیم اینجا چه میکنه. اینجا ببینیم آقای این یهوه و این آقای سموئیل و شاول چه میکنن. روزی سموئیل به شاول گفت خداوند مرا فرستاد که تو را مس کنم تا بر او اسرائیل سلطنت کنه. یعنی شاول بشه پادشاه بنی اسرائیل. زیرا وقتی قوم اسرائیل را از مصر بیرون می آوردم آنها نگذاشتن از میان سرزمینشان عبور کنن. بگی که آقا ما زمانی که میخواستیم از مصر عبور کنیم یه سری جلوی ما رو گرفتن. اینها کیا بودن؟ همون عمالق بودن که در تورات بود و بعدها در پوریم میاد. یهوه دوستان عزیز میدونی چه دستوری میده؟ یهوه چه دستوری میده؟ اینجا رو دقت کنیم. یهوه میاد میگه به سموئیل، میگه و سموئیل میاد به شاول میگه. این رو من نمیگم، کتاب مقدس میگه، کتاب مقدس داره میگه. حالا برو و مردم عمالق را قتل عام کن، بر آنها رحم نکن، بلکه زن و مرد و طفل شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغ همه را نابود کن. آقا نمیگه مردان و زنانش که در جنگ هستن، کودکان، طفل شیرخواره، نام گاو، گوسفند، الاغ. میگه یهوه دستور میده، یعنی حیوانات اینا را باید دیدگاه نجاستیزانه تا چه حد؟ تا چقدر اینها دیدگاه نجاستیز دارن؟ وحشتناکه دوستان عزیز. هیتلر زمانی که یهودیان رو با اینها برخورد کرد، هولوکاست داشت، گاو و گوسفند یهودیان رو نکشت. عزیز من هیتلر گاو و گوسفند یهودیان رو نکشت، هیتلر الاغ یهودیان رو نکشت. یهوه دستور میده الاغشون هم بکشی. یعنی مقایسه میان هیتلر و موسی، من در بخش بعدی به این مسئله میپردازم. دقت کنید در ادامه ببینید. شاول، پس شاول لشکر خود را که شامل 200,000 اسرائیل و 10,000 تا آماده میکنه. شاول میره با اینها جنگ میکنه، عمالق رو شکست میده. حالا ببینیم شاول چه میکنه ها. اما شاول و سپاهیانش برخلاف دستور یهوه، عجاج پادشاه رو و بهترین گاوا و گوسفندها و چاخترین بره ها رو زنده نگه داشت. یعنی میاد مردان رو میکشه، زنان رو میکشه، کودکان رو میکشه، قتل عام میکنه. گاو و گوسفندایی که چاق و چله بودن به همراه پادشاهشون اینا رو نمیکشن، اینا رو میاره به عنوان اسیر. به همین سبب خداوند به سموئیل فرمود متاسفم که شاول رو به پادشاهی برگزیدن. ببینید من میخوام اینو، شاول رحم کرد به حیوانا، حالا به خاطر چاق و چله بودنش حتی به پادشاهش هم رحم کرد. یهوه میاد شاکی میشه. ببینید چه میگه یهوه. یهوه یا دوستان عزیز، به همین سبب خداوند به سموئیل فرمود متاسفم که شاول رو به پادشاهی برگزیدن، چون از من برگشته و از فرمان من سرپیچی نموده. سموئیل چون این را شنید بسیار متاثر شد و تمام شب در حضور خدا ناله کرد. صبح زود میره خدمت شاول. وقتی سموئیل شاول را پیدا کرد، شاول پس از سلام احوالپرسی به او گفت دستور خداوند را انجام دادید؟ سموئیل پرسید. دستور خداوند میگه انجام میدید؟ سموئیل میپرسه. اون میگه بله. میگه آقا پس این بعبع گوسفندان و صدای گاوان که میشنون چیست؟ میگه آقا قرار بود تو این حیوانا رو بکشیم، صدای بعبع گوسفند میاد. شاول جواب داد افراد من گوسفندا و گاوهای خوب و چاق را که از عمالقی ها گرفتن زنده نگه داشته تا آنها را برای خداوند خدایت قربانی کنند. آنها بقیه را از بین بردن. سموئیل به شاول گفت گوش کن تا آنچه را که خداوند دیشب به من گفت به تو بگویم. شاول پرسید یهوه چه گفت؟ سموئیل میگوید وقتی که تو شخص گمنام و کوچکی بودی، یهوه تو را به پادشاهی اسرائیل برگزید، اما او تو را فرستاد تا عمالقی های گناهکار را ریشه‌کن کنی. پس چرا کلام خداوند را اطاعت نکردی و حیوانات آنها را به غنیمت گرفتی؟ مخالف خواست یهوه انجام دادی. این یهوه چقدر جنایتکار بود. من نمیگم دوستان، تورات داره میگه که این شاول کوتاه اومد، چهار تا حیوان را نکش، پادشاه را نکش. و یهوه شاکی شد، گفت آقا تو حیوان این عمالقی ها باید میکشتی.
اینایی که امروز میان مظلوم نمایی میکنن میگن هولوکاست هیتلر، هولوکاست هیتلر، این هولوکاست هیتلر اومد این زنان و مردان و حالا چهار تا کودک هم اینا میگن کشت. آقا حیوان اینا رو که نکشت عزیز من. بحث من با ایران پرستان، بحث من با کسانی که ذره عاطفه انسانی دارن این است: اگر شما جنایت هیتلر رو محکوم میکنید که درست، باید جنایت های یهودیان رو هم محکوم کنید. دوستان میان جشن میگیرن عزیز من. همین امالیق بودن که در دوره در جشن پوریم در ایران اینها رو میگیرن نسل کشی میکنن. و پرسش بعدی من این است: آقا یهوه در تورات در عهد عتیق در دوره سموئیل میاد تمام امالیق رو به دستور شاول میاد از بین میبره. من پرسش من اینه: یا افسانه پوریم دروغه، یا این یهوه شما ناتوانه یا دروغگوه. میدونی چرا؟ چون اگه این رو قتل عام کرد که نباید در دوره حشایاشا امالیق وجود داشته باشه. نکته رو گرفتین؟ اگر این امالیق در این دوره از بین رفت در شاول اینا رو قتل عام کرد، این امالیق چرا اومدن در دوره پوریم؟ من میخوام یه چیزی بگم. اینجا مسئله عرب و عجم نیست. آخه ببین، از دید اسلامیون هم دنیا دو قسمن، یا عربن یا اگه عرب نیستن عجمن. اینا داری درس بنده رو. من فکر میکنم این امالیق بله. منظور اینه که اصلا کسانی که قوم بنی اسرائیل نباشن رو در حقیقت داره میگه امالیق، یعنی از برایان این گفتانی تو میاد. ببینید بابک گرامی، بحث من میدونی کجاست. ببینید ما این نسل کشی رو در تورات داریم. یهوه اینجا دستور میده، شاول انجام میده، سموئیل اطاعت میکنه، در جشن پوریم هم که این جشن نسل کشی و جشن ایران ستیز رو گرامی، این جشن باید محکوم شه. بحث من اینه که ما در فردای آزادی ایران همونطور که اجازه نخواهیم داد تفکرات نازیستی در ایران رشد کنه که یهود ستیزیه، جشن پوریم هم ممنوع هست. این جشن هم نژاد ستیزه عزیز من. این جشن رو هم باید محکوم کنیم. از یک طرف میایم هولوکاست رو محکوم میکنیم، از یک طرف برای پوریم جشن میگیریم. این یه تناقض فکری عزیز من. آفر. و اتفاقا من بحث من اینه که اگر موسی بابک جان، اگر موسی رو طبق قانون بخوایم محکومش کنیم 20 سال بفرستیم زندان، ها، یعنی بخوام آقا یه دستوری بدن که موسی و هیتلر بندازن تو زندان به خاطر نسل‌کشی که کردن، هیتلر باید 20 سال بره زندان، موسی باید 25 سال بره زندان. میدونی چرا؟ چون موسی حیوانات رو هم از بین برد عزیز من، حیوانات رو هم از بین برد، بچه ها طفل شیرخواره هم گرفت از بین برد. جرم موسی سنگین تر از هیتلره. من نمیخوام از هیتلر دفاع کنم، هیتلر جایی هیچ گونه دفاعی نداره. در اندیشه ایران شهر هم اندیشه هیتلر محکومه، هم اندیشه تفکرات این یهودیانی که پوریم رو گرامی میدارن. بحث من اینجاست که عزیز من، شما که زمانی که میاد هولوکاست رو محکوم میکنی، چرا میری برای پوریم گل و بلبل میفرستی؟ پوریم رو هم باید محکوم کنی. طبعا. اگر در فردای ایران عرب ستیزی که 100% ممنوع هست، یهودی ستیزی ممنوع هست، باید امالیق ستیزی هم ممنوع باشه. یعنی جشن پوریم هم ممنوع شه. جلوی جشن پوریم رو هم باید به نام انسانیت بگیری. این بحث من اینجا. دقیقاً. دوم بابک جان، یه بحثی که خیلی مهمه، من دوباره هیتلر رو و تفکرات نئونازی ها رو مقایسه میکنم با تفکراتی که این دوستان دارن. ما میدونیم در جهان امروز تفکرات نازی و تفکرات فاشیستی که در ایتالیا بود تمام شد، اینا دیگه قدرت ندارن، ولی تفکر مذهبی توراتی هنوز وجود داره، اینا در قدرت هم هستن. دوستان میگن که آقا دین از سیاست جدا شد. اگه دین از سیاست جدا شد، چرا آقای بنیامین نتانیاهو هر سری میاد میکروفون میگیره در جشن پوریم میاد از پوریم دفاع میکنه؟ در واقع نتانیاهو میاد از نسل کشی انسانها پشتیبانی میکنه. عزیز من، کجا دین از سیاست جداست؟ ریشه تمام این تفکرات سیاسی زیربنای مذهبی داره. این دروغه. در بخش بعد ببینید، ما باید مخالف این خوی درنده‌خویی و وحشیگری باشیم. من نمیگم خوی حیوانی. میدونید چرا نمیگم خوی حیوانی؟ برای اینکه اون گوسفندی که موسی یا یهوه دستور داد از بین بره، من اون گوسفند رو ترجیح میدم به اون تفکر یهوه. اون گوسفند نسل‌کشی انسانی نکرد، نسل‌کشی حیوانی نکرد. این توهین به گوسفند. بابا گوسفند گوسفند نمیکشه.
ببینید بابک جان، من اصلا دوستان یه سری من میبینم میان موسا رو با زرتوش مقایسه میکنن. آقا زرتوش رو نباید با موسا مقایسه کرد، موسا رو باید با هیتلر مقایسه کرد عزیز من. این چه بحثی دوستان میان مطرح میکنن؟ و این بحث فقط در اون دوره نیست، این بحث رو ما میرسیم در ادامه نسل‌کشی هایی که ما در ادامه اینها انجام دادن. البته من جسارت داشته محمد هم اینطوره دوستان، نه فکر کنید فقط مطلب موساست. این تفکرات ادیان ابراهیمی است که دنیا رو دچار این چالش بزرگ میکنه. محمد الگوش در واقع الگوی توراتیه باباشان. ببینید اگه بحث قرار محکوم کردن باشه، نسل‌کشی رو نخست موسا آغاز کرد سپس هیتلر. دقیقا. اگه هیتلر رو محکوم میکنی که باید محکوم کنی، باید موسا رو محکوم کنی. محمد هم محکومه 100%. شما نمیتونی بگی هیتلر بده ولی موسا خوبه، نمیشه این رو گفت. دقیقا هر دو رو باید رد کرد. این مظلوم نمایی که یهودیان انجام میدن باید از خودشون، آقا اگه شما مخالف نسل‌کشی هستی اول باید پوریم رو محکوم کنی. یه عذرخواهی شما به بشریت بدهکارید عزیزان من. یعنی چه؟ آقای بابک اینا برمیگردن میگن که اینا ایرانی نبودن، شما ایرانی ها ناراحت نشید، اینا امالیق بودن. آقا شهروند ایرانه، انسانه، چه بحثی اینا مطرح میکنن؟ بخش دوم، ما این تفکرات رو ببینید، ما یه جریانی داشتیم در دوران امپراتوری عثمانی، میخوام این اندیشه ها رو ببینیم به کجا میرسه. در دوران امپراتوری عثمانی که اینها اومدن خب حدود 600 سال بر حاکمیت کردن، یه بخشی از اروپا، یه بخشی از نمیدونم آفریقا رو اینها تحت سیطره حکومت عثمانی بود، یک بخشی از آسیا رو عثمانی‌ها گرفته بودن، بخش ارمنستان تحت نفوذ اینها بود و یه امپراتوری خیلی قدرتمندی رو عثمانی‌ها در یک دوره تاریخی داشتن که اصلا اروپا رو به وحشت انداخته بود. این بحث عثمانی رو من میخوام مطرح کنم و بگم که جریان امالیخ رو، دوستان عزیز، جریان امالیخ رو من به شماره مطرح میکنم. یک، در خروج بود. دو، در کتاب اول سموئیل بود. و سه، که خیلی مهمه، در جریان پوریم بود. پس ما جریان نژاد ستیزی رو در تورات میبینیم، در عهد عتیق که مربوط به بزرگان پیامبران یهود هست از جمله سموئیل میبینیم، و قسمت سوم امالیخ رو جریانش رو ما در پوریم میبینیم که اینا نسل‌کشی کردن. و چرا من مخالف پوریمم؟ زمانی که خشایارشاه دستور میده بابک جان اگه از ما بخوایم از پوریم دفاع کنیم، دوستان میهن پرست من، دوستانی که دارید از نهاد پادشاهی در ایران هخامنشی دفاع میکنید، شما اگر پوریم رو گرامی بدادید، افسانه دروغ و ضد ایرانی پوریم رو تایید میکنید که خشایارشاه رو شریک نسل‌کشی خودشون قرار میدن. ما یکی از افتخارات ما در تاریخ ایران این هست که هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان نژاد ستیزی نکردن. یهودیان میان در افسانه پوریم به دروغ نام خشایارشاه رو آوردن و میخوان خشایارشاه رو شریک نسل‌کشی خودشون کنن. این خیلی نکته مهمیه. و در این جریان یک ارتشی هم نرفت امالیق رو بکشه دوستان، یک ارتشی نرفت، یهودیان خودشون کشتن. یعنی پرسش من، آقای بابک، در امپراتوری، در شاهنشاهی هخامنشی خشایارشاه، ما در ایران قانون نداشتیم؟ مگه میشه؟ ما در ایران ارتش نداشتیم که خشایارشاه بیاد بگه آقا یهودی ها هر کنون که خودتون دوست داشتید برید بکشید. آقا بیدر و پیکر که نبود اون مملکت. مملکتی که خودشون میگن 127 ایالت رو خشایارشاه پادشاهی میکرد، اینگونه که نبود عزیز من. شما بیاد یه گروهی رو از بین ببره، اصلا چنین چیزی ما نداشتیم. در کنارش، اینو نکته رو دقت کنید، ما این اندیشه نژاد ستیزی رو در دوران عثمانی می‌بینیم. حالا دوستان ممکنه بپرسن که بگن که آقا این امپراتوری عثمانی و نسل‌کشی که امپراتوری عثمانی داشت چه ربطی به جریان امالیخ داره، چه ربطی به یهودیان داره؟ اتفاقا ربط مستقیم داره. میخوام این موضوع رو باز کنم با بچه‌ها. ما در امپراتوری عثمانی، اینم در پیوند مستقیم با یهودیان هست و به دوره رضا شاه میرسیم و این جریان به دوره رضا شاه هم میرسه. دوستانی که دارید حالا، دقت کنید این مطالب کجا میرسیم، به کجا میرسیم. این جناب آصف یه پیش زمینه لحاظ ذهنی منو روشن کردن که از کجا به کجا خواهیم رسید. حالا جالبه، خواهش میکنم پیگیر برنامه باشید. بحثای جزئی تاریخی
ما گفتمان داریم، بعد به شما میگم که وقتی از یک تفکری فقط به عنوانی که آقا حالا دین طرف دیگه بگذاریم، وقتی به این صورت به اون نگاه میکنیم، بعد میبینی کجاهای تاریخ یقه ما رو همین تفکرات گرفته. الان میریم و میرسیم بهش. جناب آصف در خدمتتون هستم. بله، حالا این کتابم باشه. خواهش در ادامه ببینید چه کرده. ما ببینید این تفکر امالیق و نژادستیزی تو این دوره تموم نمیشه. ها؟ در ادامه چه کار میکنن؟ ما یه امپراتوری عثمانی داشتیم بابت جان دوستان عزیز. در این امپراتوری عثمانی، در آغاز امپراتوری عثمانی و دهه‌های میانی امپراتوری عثمانی، ما چیزی به نام نسل‌کشی نمی‌بینیم. یعنی امپراتوری عثمانی با تفکر اسلامگرایی که داشت، میومد جنگ می‌کرد با بخشی از اروپا، آفریقا، آسیا، یه سریشون هم مسلمون شدن به زور اجبار عثمانیان. و این جریان نژادی، اصلا نژادستیزی نبود در آغاز و میانه. در پایان حکومت عثمانی ما سه تئوریسین بزرگ داریم و من در یک برنامه بود، حدود یک سال پیش بود، با یکی از دوستان به نام جناب مهراد، من این برنامه رو اونجا پی گرفتیم و ایشون هم خیلی توضیحات مفصلی داره. یک اشاره من به این جریان میکنم در این برنامه، میخوام دلایلشه. ما یک جریانی در پایان امپراتوری عثمانی، یک جریانی به وجود آمد به نام جریان پانترکیست، یعنی جریان نژادگرا و نژادستیزی که در پیوند با امپراتوری عثمانی قرار گرفت. ببینید امپراتوری عثمانی یک جریان اسلامگرا بود در آغاز و میانه. پس از اون یک سری تئوریسین‌های میان و جریان ناسیونالیست ترک رو اضافه میکنن به اندیشه اسلامگرای عثمانی و میگن که آقا شما جریان شما مذهبی اسلامیه، شما باید جریانتون رو تبدیل به یه جریان ملی کنید، یعنی هم مذهب و ملیت رو کنار هم داشته باشید. این فردی که افرادی که میان این کارو انجام میدن سه تا یهودی هستن، اصلا ترک نیستن. یعنی تئوریسین های پان ترکیست، تئوریسین های نژادستیز در امپراتوری عثمانی، اینها اصالتا یهودی بودن، هیچ کدوم ترک نبودن. یکی از این افراد شخصی بود به نام آرمینیوس وانبری. آرمینیوس وانبری یکی از تئوریسین های ترک بود. یعنی این جریان نسل‌کشی که ما در جریان پایان امپراتوری عثمانی میبینیم و پس از اون، این جریان ریشهش برمیگرده به یکی از تئوریسین های بزرگ این جریان به نام آرمینیوس وانبری، اهل مجارستان، از این خانواده یهودی بود. اتفاقا میاد سفری به ایران داره این فرد، به آسیا ایشون سفر میکنن و حتی به ترکیه زبان ترکی رو یاد میگیرن، زبان آلمانی رو یاد میگیرن. و این آرمینیوس وانبری پس از مدتی با دستگاه اطلاعاتی انگلستان همکاری میکنه و در نهایت میاد یه تز فکری، یعنی تئوریسین پان ترکیست ها، در واقع یکی از افرادی که به صورت بردست گام برداشت آرمینیوس وانبری بود. آمبریوس وانبری میاد کتاب مینویسه در زمینه ترک‌گرایی و میگه که آقا شما همه ترکان داره یک نژاد هستن و جریان نژادی رو وارد امپراتوری عثمانی میکنه. میگه آقا شما باید از جریان ترک‌گرایی دفاع کنید. اینا میگن یعنی چه؟ یعنی بعدها به این نتیجه میرسن. میگن یعنی چه؟ یعنی که آقا شما صرفا جریان اسلامگرا نیستید، شما همتون ترکین، شما باید جریان ترک رو در درون خودتون قوی کنید. و اینا میان از این روش استفاده میکنن. شخص بعدی که این کار انجام داد یک فردی بود فرانسوی، این فرد هم یهودی بود که به نام دیوید لئون کاهون بود. آقای دیوید کاهون یک یهودی فرانسوی بود و این فرد هم میاد مانیفست تفکر نژادستیزی پان ترکیست رو نهادینه میکنه در امپراتوری عثمانی و ترک ها میان کتاب ها اینا رو ترجمه میکنن. یعنی سال 2005 دوباره این کتاب ها ترجمه شد، 2005 ها، نه 100 سال پیش. به این کتاب ها رو چندین بار تئوریسین های ترک میان این کتاب ها رو ترجمه میکنن که رفت زمانی که میان نسل‌کشی میکنن، این کتاب ها رو ترجمه میکنن و یک تئوریسین دیگری هم میاد در همین تاریخ و به نام آرتور دیوید. آرتور دیوید هم یک یهودی بود، این فرد انگلیسی هست و این فرد هم میاد همین تفکر نژادستیزی پان ترکیست رو نهادینه میکنه در امپراتوری عثمانی. حالا دوستان میپرسن چرا؟ چرا؟ جریان امپراتوری عثمانی تا پیش از این نه ارمنی ها رو کشته بود بابا جان، نه کرد ها رو کشته بودن اینها، نه آشوری ها رو کشته بودن، یعنی نژادستیزی نکردن. جنگ شده بود،
اینها رو کشتن، ولی قتل عام ها نژادی نبود. یهو دستگاه امپراتوری ساسانی میاد چیکار میکنه؟ میاد بیش از 1,000,000 ارمنی رو میکشن. یعنی جریان نژاد ستیزی که در سازمان ملل هم آقای اردوغان اینا رو کشیدن پای میز محاکم، اینا رو محکوم کردن، این جریان برمیگرده به اون تفکرات رفقای یهودی که این جریان های نژاد ستیزی رو در ترکان نهادینه کردن. آقا روح ترکان خبر نداشت جریان نژاد ستیزی و ترک تباری اصلا چه هست. این یهودی ها اومدن این رو نهادینه کردن. دلیلش چه بود؟ دلیلش این بود که این آقای وانبری $120 از انگلستان پول میگرفت. بابک جان اینا تمام اسنادش هست، پول میگرفت از انگلستان. دلیلش چه بود؟ اینا گفتن که ما برای اینکه امپراتوری عثمانی رو ضعیف کنیم، این جریان امپراتوری عثمانی جریان اسلامگرایه، ما باید جریان‌های نژاد ستیز رو در درون اینها تقویت کنیم و اینها بیان به ارمنستان و یونان و کشورهای دیگر که نژادهای غیر ترک دارن حمله کنن، جنگ داخلی به وجود بیاریم با اینها و اینها ضعیف میشن. یک بخش مربوط به این جریان بود که اینها میان نسل‌کشی ارمنی‌ها رو به وجود میارن، نسل‌کشی آشوری‌ها رو به وجود میارن. یعنی زیر نظر جریان‌های سیاسی انگلستان این رفقای یهودی میان چیکار میکنن؟ نژادستیزی رو نهادینه میکنن در تفکرات عثمانی‌ها. اینها گروه ترکان جوانی که دوستان میگن بارها ما شنیدیم زیر نظر تفکرات یهودی شکل میگیره و اینا میان این جریان رو رشد میدن. حالا دلیلش چه هست؟ هم در برابر جریان روسیه بایستن، هم جریان داخلی رو تضعیف کنن و هم صهیونیستا اوج تفکر اون ساختن اسرائیل رو داشتن. چرا؟ چون اسلامگرایان عثمانی نفوذ شدیدی روی اون بخش اورشلیم داشتن و زمانی که اینها اومدن عثمانی را ضعیف کردن، از درون متلاشی کردن، متلاشی که میشه امپراتوری عثمانی، خلأ قدرت اسلامگرایی در اورشلیم پیش میاد و اینها بهترین زمان بود که بیان سر جریان کشور اسرائیل. یعنی در حقیقت میخواد بگید با نژاد ستیزی عامل اصلی خلأ قدرت در داخل عثمانی رو نهادینه کردن؟ دقیقاً همینه بابک جان. من در یک برنامه اگر خواستین تک تک اینها رو من براتون توضیح میدم و اینها اصلا چرا این جریان رو به وجود آمد و اینا. ببینید ما جریان نژاد ستیزی رو داریم در خود زمانی که ارامنه رو اینا میکشن، آشوری ها رو اینا میکشن، یونانی ها رو میگیرن میکشن. ببینید این جریان ها دلیلش چه بود؟ دلیلش این بود که این جریان ترک تبادی رو اینا نهادینه کردن. باز یک دلیل دیگه من الان براتون میارم بابک جان. کمیته اتحاد و ترقی، کمیته اتحاد و ترقی بنیانگذار این جریانی بود که در اواخر حکومت عثمانی به وجود اومد و همین گروه جریان مصطفی کمال پاشایی که ما داریم میگیم، آتاتورکی که میگیم، اینها تمام خانواده اینها جزء این گروه کمیته اتحاد و ترقی بودن که اینها بعدا میان جریان حکومت ترکان جوان رو اینا به وجود میارن. اینها اصلا چه کسانی بودن؟ اینها افرادی بودن بابر جان که در اسپانیا زندگی میکردن، یهودیانی بودن در اسپانیا زندگی میکردن و امپراتوری عثمانی اینها رو انتقال میده به یونان. در منطقه سالونیک این یهودیان رو میاد اونجا و این یهودیان برای اینکه نزدیک بشن به امپراتوری عثمانی، این یهودیان بخشی از این یهودیان میان میشن مسلمان. یعنی ریشه آتاتورک برمیگرده به جریان یهودیت. یعنی در واقع آتاتورک این فرد از نظر تباری یهودی بود، متوجه شدین؟ اینا یهودی بودن، بعد اینا میشن چی؟ میان میشن مسلمان. و این کمیته اتحاد و ترقی رو که شما نگاه میکنید، اکثر این افراد یهودیانی بودن که بعد میشن مسلمان و اینها میان جریان اون جمهوری ترکیه رو به وجود میان و اون جریان اون مشروطیتی که در ترکیه به وجود میاد در برابر عثمانی، اینها نفوذ شدید یهودی ها در این جریان میکنن و میان جریان عثمانی ترکیه رو از درون متلاشی میکنن. دوستان عزیز، امپراتوری عثمانی خیلی قدرتمند بود، دیدگاه اسلامگرا داشت و اینها میان با نژاد ستیزی که در اینها نهادینه میکنن قدرت امپراتوری عثمانی رو از درون متلاشی میکنن. چرا این من بحث رو مطرح میکنم؟ برای اینکه دوستان ما که زمانی میان از اندیشه ایران شهر دفاع کنن، حواستون باشه هرگز وارد جریانهای نژاد ستیزی نشید. درود بر شما. هرگز یک ایرانی نباید بگه من عرب ستیزم. آفرین. هرگز یک ایرانی نباید بگه من
یهودی ستیزم. یک ایرانی نباید بگه که آقا من مسیحی ستیزم، نمیدونم نژاد زرد رو قبول ندارم، نژاد سرخ رو قبول ندارم. این جریان ها بسیار خطرناکه. این جریان ها ریشش برمیگرده به تورات. و جالبه که من شنیدم جریان های کردی، جریان های کردی رو در حال حاضر ما میبینیم که متاسفانه آفرانه. متاسفانه یهودی ها هستن که دارن حمایت میکنن. الان این قسمت هم براتون توضیح میدم و دلیلش چه است که امروز آقای بنیامین نتانیاهو آمد از بارزانی دفاع کرد. باز هم شما جریان نژادی رو میبینید. اینا میخوان جریان کردهای عزیز ما رو که ریشه آریایی دارند، اصلا ایرانی هستند، رو میخوان یک شکافی به وجود بیانن بین ایران و کردهایی که حالا در عراق هستند. درود بر شما. و این جریان اسرائیل و بلایی که به سر عثمانی آوردند بر روی جنازه‌ای که جمهوری اسلامی از ایران باقی گذاشته هم در حقیقت میفته. رو جنازه‌ای که رو عراق هم هست میخواد بیفته. درسته. البته خود جمهوری اسلامی هم خودش هم تفکرات نژادی داره. بله. ببینید اصلا شک درش نیست. زمانی که ببینید دوستان، اینم روشن کنم، این هواداران جمهوری اسلامی بول نگیرید، این بحث یهودیانه. بله. نه این دفاع از فرمایش اعلی حضرت که اجازه میدید. اجازه بدید. مجلس شورای اسلامی ما در ایران نداریم. ما مجلس شورای قومی در ایران داریم. جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره جریان‌های قوم‌گرا رو در ایران تقویت میکنه در برابر جریان‌های ملی. خود جمهوری اسلامی تفکرش ریشه‌ای به صورت ریشه‌ای ایران ستیزه. به صورت ریشه‌ای میخواد بحث‌های اختلاف و جنگ میان تیره‌ها در ایران رو به وجود بیاره. با تضعیف هویت ملی، با تضعیف شناسه ایرانی، با تضعیف تاریخ ایران، بستر رو آماده کنن برای جنگ‌های داخلی، برای جنگ‌های قومی، برای اینکه کردها با آذری‌ها بجنگن، آذری‌ها نمی‌دونن با دیگر مناطق. خیر، جمهوری اسلامی خودش به صورت ریشه عامل تجزیه هست. یعنی تفکر تجزیه‌طلبی ریشه خودش در جمهوری اسلامی. این بحث اصلا 100% هست. این بحث اصلا شک نکنید در این بحث. خود این جمهوری اسلامی که اعتقاد به اسلام داره و اسلام زیر مجموعه تفکرات یهودیان هست، یعنی در واقع اون نژادستیزی رو اینها در جمهوری اسلامی نهادینه شده عزیز من. یعنی ما نژادستیزی که اونجا میبینیم در جمهوری اسلامی به صورت یک مانیفست فکری وجود داره. متوجه هستی؟ ما این برنامه رو بابک عزیز، من پیش از اینکه به جریان عثمانی ها بپردازم و ادامه بدم، من یک کتابی رو میخوام معرفی کنم به نام پانترکیسم و ایران. این کتاب نوشته جناب کاوه بیات هست. دوستانی که از جریان ترکان جوان من سری دیدم پشتیبانی میکنن و حتی مسئله آتاتورک دو بخش داره. من این دو بخش رو من توضیح میدم. ببینید یه مسئله رو میخوام برای شما اینو باز کنم، مسئله جالبی در ارتباط با پانترکیست. یعنی ما پیش از اینکه رضا شاه پادشاه ایران بشه، یعنی اصلا ایشون پادشاه نشده، قدرت در دست قاجاره، جریان پانترکیست در ترکیه به اوج قدرتش میرسه. یعنی همین جریانی که آتاتورک در ترکیه به قدرت میرسه، ترکان جوانی که اینها بودن و اون کمیته اتحاد و ترقی که وجود داره، اینها در مجموع زیربنای جریان پانترکیست رو اینها به وجود میارن و همیهنان کردمون رو اینا قتل عام میکنن، انسان‌هایی که در ارمنستان زندگی میکنن اینا قتل عام و غیره. اینا هم جریان اونجا به وجود میاد. ببینید این نقطه خیلی مهمه. پیش از اینکه رضا شاه به پادشاهی برسه، یک فردی ما داشتیم در ترکیه، یک پانترک بود به نام روشنی بیگ. آقای روشنی بیگ یک پانترکیست ایران ستیز بود. دوستان عزیز، این جریانی که من دارم میگم، تئوری‌هایی که یهودیان دادن، مجارستانی تئوری که اون آقای انگلیسی و اون آقای فرانسوی دادند و کمیته اتحاد و ترقی ازش پشتیبانی کرد، بخشی از این تفکر ایران ستیزانه است. این شما کتابا رو نگاه کنین، بخشی از خاک ایران، بخشی از آذربایجان رو اینها جزو قلمرو ترکان محسوب کردن. این خیلی خطرناکه. این تفکرات مینه. چرا اینا رو بهتون میگم؟ برای اینکه بابک جان، یهودیان به ارمنی ها گفتن اینا امالیک هستن. امالیق ما در پوریم نداریم دوستان عزیز. زمانی که ترکان عثمانی آمدن ارمنی ها رو قتل عام کردن، یهودیان پشتیبانی کردن.
گفتن این ارمنی‌ها امالیخ هستند، اینا دشمنان یهود هستند و باید این مسیحیان رو بکشی. تفکر بسیار خطرناکه، تفکر بسیار نژادستیز بود. شما امالیخ رو فقط در پوریم نمی‌بینید، امالیخ رو در ارمنستان می‌بینید که این عزیزان مسیحی رو در اونجا قتل عام می‌کنن. عزیز من، به نام امالیخ، یعنی یهودیان دوباره حکم صادر می‌کنن. دوستانی که میگن مذهب از سیاست اسرائیل جداست، خیر عزیز من، مذهب پشت سیاست های اسرائیل. اصلا من چنین چیزی رو قبول ندارم. آقای کسینجر و اون بخش دموکراتی که در سال 79 باعث شد جریان فاجعه 57 بیاد، تئوریسیناش همه یهودی تبار بودن. عزیز من، این چه بحثی دارید مطرح میکنید؟ تمام تئوریسینای دموکرات ها نگاه کنید، تبارشون یهودی بود. عزیز من، نمیخوام این بحث رو الان باز کنم. ما بپردازیم به دوره رضا شاه. در دوره رضا شاه آقای روشنی بیگ یه پانتورک بود بابا جان. این آقا مقاله مینوشت در ضد هویت ایرانی و کشور ایران. میدونی چه کسانی ازش دفاع میکردن؟ میدونی؟ تفکر از کسانی که در برابر تفکر پانتورکیز ایستادن، این کتاب هست. تمام مقالات در این کتاب هست. آقای علی صادق تبریزی بود و آقای رضازاده شفق. آقای علی صادق تبریزی تبریزی بود، یک آذری بود. قبل از اینکه رضا شاه اصلا پادشاه ایران بشه، حکومت قاجاری که ایران ستیز بود هیچ پشتوانه ملی اینا نداشتن. دوستان عزیز من، علی صادق تبریزی اهل شیراز نبود، علی صادق تبریزی اهل نمیدونم مازندران تهران نبود. تبریزی بوده. بله، یک آذری بود بابا جان. بله. چنان دفاعی از ایران و هویت ایرانی کرد به عنوان یک آذری ایرانی که اصلا من هیچ در اون زمان شما یک دونه آدم پیدا نمی کنید این گونه دفاع کرده باشه از هویت ایران. درود به شرف همیهنان آذری من. و فرد دیگری که دفاع کرد صادق رضازاده شفق بود، ایشون هم تبریزی بود. یعنی این دو نفری که می اومدن به صورت استدلال در برابر پانتورکا می ایستادن، هنوز رضا شاه هم به قدرت نرسیده بود، هر دوشون آذری بودن. به این نکته دقت کنید. و جالب اینه که آقای روشنی بیگ، من این رو یه بخشی از این کتاب هست من میخونم با بچه‌ها، خواهش میکنم، لازمه که از رو بخونم، خب میتونم توضیح بدم ولی از رو بخونم زیباتره. میگوید در یک مقاله‌ای که مینویسه، خیلی جالبه، در سال 1303، مقاله رو گوش کنید دوستان. گویا یک نفر داهیه موسوم به رضاخان در ایران پیدا شده، یک اردوی منظمی به وجود آورده و انقلابی تولید کرده و یک ترقیات بزرگی در اثر اقدامات او در آنجا رخ داده است، در صورتی که شخص موسوم به رضاخان بوده و اردوی برای کندن مزار بر علیه ما کوشش خواهد کرد، برای چه او را مورد تحسین قرار دهیم؟ روشنی بیگ اونجا مقاله می نویسه ضد رضاخان، هنوز شاه نشده بود، و میگه ما دارید می بینیم در ایران یه نفر میخواد بیاد حکومت رو به دست بگیره، اسمش از رضاخان، و این میخواد بیاد در برابر تفکرات ما این میزده. یعنی چی؟ میاد از ایران دفاع میکنه. یک پانتور مخالف رضاشاه بود، هنوز رضاشاه به قدرت نرسید. بعد در ادامه میگه برای چه یک محیطی را که مانند گذشته و همیشه ما را پشت سر هدف قرار داده و راه ترقیات ما را مسدود نموده و 4 میلیون ترک را در اسارت خود به ناله درآورده است به نام مملکت اسلامی تقدیس کنیم؟ آقای روشنی بیگ، حکومتی که در اون زمان بود حکومت قاجار بود، اینا خودشون ترک تبار بودن. ترک بودن، بله. ها؟ بله ترک بودن. آقای علی صادق تبریزی و این زنده یاد تاریخ ایران دکتر صادق رضازاده شفق تبریزی میان مقاله های بسیار زیبایی رو می نویسن در کتاب پانتورکیس و ایران، کتاب در ایران هم هست، و اینها به شدت از هویت ایرانی پشتیبانی می کنن. اینها آذری بودن. یه نکته جالب من می خوام بهتون بگم. اینجا رضازاده شفق هنوز رضا شاه نشد پادشاه ایران، رضاخان بود. می دونید چی کار کرد آقای بابک؟ دوستان عزیز، رضازاده شفق می دونید چه حرکتی انجام داد؟ زمانی که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی، ما یک واژه‌ای رو داریم در ارتباط با ایشون به نام شاهنشاه آریامه و شهبانو. واژه شاهنشاه آریامه و شهبانو رو دوستان میدونن. مجلس شورای ملی این لقب رو به پادشاه ایران داد و به شهبانو ایران داد. درست شد تا اینجا؟ میدونید چه کسی این واژه رو
به وجود آورد برای پادشاه ایران و شهبانو؟ دکتر صادق رضازاده شفق. همون فردی که پیش از آمدن رضاشاه از هویت ایرانی دفاع کرد در برابر ترکانی که ایران ستیز بودند، این فرد آمد از واژه شهبانو و آریامهر این واژه رو پیشنهاد کرد، مجلس شورای ملی پذیرفت و شد لقب شاهنشاه آریامهر و محمد شاه پهلوی و شهبانو. ببینید این فرد رو من دارم براتون مثال بزنم. در ادامه ببینید چه اتفاقی میفته. همین افرادی که میگن که بله آقا رضا شاه اومد، یه سری اومدن از هویت و فرهنگ ایران دفاع کردن، خیر رضا شاه در بخش سیاسی اومد پشتیبانی کرد، ولی ما این هممهنان عزیز تبریزی مون بودین که فرهنگ ما رو حفظ کردن در مقابل دقیقاً همینه دقیقاً. و پس از اون میبینیم احمد کسروی این کار بزرگ رو ادامه داد، از زبان پارسی پشتیبانی کرد و این مسائلی که خب پس از اون مطرح شد. من یه نکته دیگه هم هست بابر جان، مخالفین پهلوی بارها شنیدیم که زمانی که میخوان نام محمد رضا شاه رو بیارن میگن بله آقا محمد رضا پهلوی، نمیگن محمد رضا شاه پهلوی. بی بی سی، قابل توجه بی بی سی، قابل توجه تلویزیون من و تو، حالا اینا من و تو حالا کمتر در این بخش، ولی به من و تو من امشب میپردازم، من و تو رو امشب ما میپردازم. آره وی او ای اینا میگن محمد رضا پهلوی. هیچگاه دوستان عزیز من نشنیدم بی بی سی، وی او ای و رسانه هایی که زیر مجموعه دولت های غربی هستن از واژه آریامهر استفاده کنن. آقا این لقب رو مجلس شورای ملی داد شد آریامهر، ولی هیچگاه ما ندیدیم اینا بگن مصطفی کمال پاشا، همیشه گفتن آتاتورک. آتاتورک لقب مصطفی کمال پاشا بود که مجلس شورای ملی ترکیه به آتاتورک داد، به مصطفی کمال پاشا داد شد آتاتورک. پرسش من از بی بی سی اینه، پرسش من از وی او ای اینه، پرسش من از رادیوهای ایران ستیز اینه، چطور به مصطفی کمال پاشا میرسید میگید آتاتورک این چنین کرد و آنچنان کرد، ولی به محمد رضا شاه پهلوی میرسید از واژه آریامهر استفاده نمیکنید؟ چرا؟ این پرسشو میتونید پاسخ بدین؟ ها؟ ایران ستیزن. پاسخ بدین. خیلی ساده، ایران ستیزن با فرهنگ ایران مخالف. دقیقاً. اونجا میشه آتاتورک، اینجا نمیشه آریامهر. به این نکته دقت کنین دوستان عزیز من. من و تو بابر جان، من و تو و این رسانه های بی بی سی و صدای آمریکا بارها دیدن فیلم درست میکنن بر ضد هیتلر و آلمان. به این نکته دقت کردین؟ بله. جنایات هیتلر، هولوکاست، اینا ما اینا محکوم میکنیم ما. ولی پرسش من اینه، یک بار نیومدن راجع به استعمار انگلیس برنامه بسازن. آفرین. یک بار نیومدن از نسل‌کشی انگلستان برنامه بسازن. دقیقاً. یک بار وی او ای نیومد به این موضوع اشاره کنه. به نسل‌کشی سرخپوستان اشاره نمی‌کنن، به نسل‌کشی نادیده گرفتن حقوق سیاه‌پوستان اشاره نمی‌کنن. آقا فقط یه چیزی یاد گرفتن، همه با هم جمع شدن آقا بزنیم هیتلر رو. آقا یک بار نشون جشن فوریم رو نقد کنن، بگن آقا در جشن فوریم هم نژاد ستیزی شد به صورت سیستماتیک، زنان، مردان، گاو، گوسفند، الاغ اینها رو از بین بردن، اساس من نقد نمی‌کنن. یک بار نمیان استعمار کثیف انگلستان رو نقد کنن. نسل‌کشی که در ایران کردن رو بی بی سی نشون نداد عزیز من. در جنگ جهانی اول شرم‌آوره، انگار تاریخ فقط یک سو داره. آقا کتاب صفحات تاریخ رو باز کنید، به تمامی بخش رو بپردازید. فقط هالیوود یاد گرفته برنامه درست میکنه، فیلم درست میکنه ضد خشایارشا، ضد پادشاهان ایران زمین. بی بی سی هم همینطور. یک بار نشد آقای عزیز من، دوستان عزیز من، یک بار نشد اینا ضد استعمار انگلستان، ضد سیاست‌های اسلامگرا، ضد سیاست‌های یهودیان بیان اینا برنامه درست کنن که آقا این تاریخ اینا چه کرد. اگر هیتلر نسل‌کشی کرد، آغاز این نسل‌کشی در تورات هست. بیاید جلوی در برابر هر دو بایستید، هم در برابر هیتلر، هم در برابر جریانی که به نام حالا نسل‌کشی هایی که یهودیان انجام دادن، هم در برابر نسل‌کشی عثمانی که می‌ایستید. بیاید اون بخشش هم توضیح بدید که جریان نسل‌کشی عثمانی چگونه صورت گرفت، زیربنای تفکر از کجا بود، تئوریسین های یهودیش رو معرفی کنید عزیز من، اینا رو بیاید توضیح بدید. آقا بی بی سی فقط شده پهلوی ستیزی، نمیرم رضا شاه چنین کرد و محمد رضا شاه چنان کرد، یک سویه دارم به تاریخ ایران نگاه میکنه. بابک عزیز، من اسنادی که در این برنامه ارائه دادم میخوام خدمتتون بگم.
پروفسور کاوه فرخ یکی از ایرانیان بنامی هست، یکی از مورخین تاریخی هست که در کانادا زندگی میکنند. بخشی از پژوهش‌هایی که در ارتباط با عثمانی ها مطرح کردن، از جمله آرمینیوس وامبری، از جمله آقای فرانسوی کامون و اون آقای آرتور دیویدی که من معرفی کردم و این جریان یهودیانی که پشتیبانی کردن، استاد پروفسور کاوه فرخ که یک ایرانی میهن پرست هستن، تمام اینها رو به صورت آکادمیک، ایشون پروفسور تاریخ هستن دوستان عزیز، اومدن اسناد در سایت ایشون هست، اگر خواستید من برای بابک جان میفرستم این اسناد رو از بابک عزیز بگیرید. در کنارش من افراد دیگر، دکتر حمید احمدی در ایران هستن، چند سالی پیش هم بود بابک جان دکتر حمید احمدی از ایران اومده بود در وی آی ای، خیلی جالبه، و همراه بانو مهرام علکی ویدیوش هم در یوتیوب هست، دوستان اگه خواستید میتونید نگاه کنید. این آقا رو میارن در ارتباط با قائله آذربایجان که در ارتباط با پانتورکیست بود، بعد در اونجا مصاحبه کننده ازش میپرسه که بله این قائله آذربایجان، چون این آقای حمید احمدی در ایران بود، ازش پرسید رندانه، خب این فرد در ایران زندگی میکنه، خب ممکنه مشکلاتی برای فرد وجود بیاد، بله آقا آیا در جریان آزادسازی آذربایجان محمد رضا پهلوی هم سهیم بود در جریان؟ گفت بله، اصلا اگه ایشون نبودن آزادسازی صورت نمیگرفت. آره اینا یه همچین آدم. ببینید جناب دکتر حمید احمدی از ایران هستن و پروفسور کاوه فرخ رو معرفی کردم. مسائلی که در ارتباط با پوریم گفتم از خود سایت یهودیان هست، تمام اینها من سایتاش رو خدمت دوستان میدم، هر کدوم از دوستان گفتن چه منبعی هست، اینا من منابعی که عنوان کردم، اسنادش هست، تاریخش چه سالی، از آرمینیوس وامبری که از 1890 بود اومد این تئوری ها رو مطرح کرد، کتاب هاشون هست، یعنی این تئوریسین هایی که در اون زمان بودن کتاب هاشون هست، و سال تفکری که اینها مطرح کردن و کتاب هایی که در دوران ترکان عثمانی این کتاب ها ترجمه شد، یعنی این کتاب ها کار کردن. و این بخشی که من در ارتباط با جریان یهودیت و نسل‌کشی که مطرح کردن و تئوریزه کردن، اینها رو من در بخش ارمنستان توضیح دادم که دوباره شدن عملی. آقای بنیامین نتانیاهو سخنرانی که میکنه در مورد این جریان، گفت بله ایرانی ها هم عملیک بودن. یعنی چی؟ یعنی باید بزنیم ایرانی ها رو بکشیم، زنانشون و بچه هاشون رو از بین ببریم، گاو و گوسفند و الاغ و فلان و اینا هم از بین ببریم. این تفکر خطرناکه عزیز من. باید در برابر این جریان فکری ایستاد، در برابر نژاد ستیزی باید ایستاد. فرهنگ ایران شهر، اندیشه ایران شهر هیچ گونه نژاد ستیزی رو بر نمیتابه، از هیتلر بگیری تا موسی. اگر هولوکاست ممنوع هست، پوریم رو هم باید ممنوع کنیم. این بحث کلی من بود در این ارتباط بابک جان. اگر دوستان پرسشی دارن در این زمینه میتونن مطرح کنن. خواهش میکنم. سندی که من آوردم از تورات بود، دوستان ناراحت نشن، دستوراتی بود که یهوه داد، شما اگر مشکلی دارید میتونید برید با یهوه در میون بذارید، مربوط به من نیست. اینو خواستم خدمتتون بگم. و اسنادی که در ارتباط با امپراتوری عثمانی مطرح کردم، اسنادی که در ارتباط با جاسوسان انگلستان که اومدن این تفکرات رو تئوریزه کردن، همه اینا اسنادش هست. اگر خواستن دوستان من تقدیم عزیزان میکنم، فیسبوک من هم هست، میتونید دوستان تماس بگیرید، در خدمتتون هستم. من آسف در این ارتباط دیگه سخنی نیست بابا جان، اگه پرسشی دارید من در خدمتتون هستم. من ابتدا به ساکن یه نکته رو اشاره بکنم، دوستان من چند تا از سوالا رو دیدم، من لازم میبینم که اول یه از شبه خدمت شما اشاره کوتاه به اون مطالب بکنم، بعد لزومن سوال محمد عزیز رو من جناب عابدی حتما مطرح میکنم که جناب عابدی انقدر نگران نباش، حتما صحبت شما، سوال شما مطرح میشه و گفتگو میشه در رابطه باش. به حضور شما ببینید بابک جان، یه مسئله هست راجع به آتاتورک. ببینید آتاتورک از همون مجموعه ترکان جوان بود، وقتی که به قدرت میرسه با رضا شاه گفتگو میکنن بابک جان، اینا تصمیم میگیرن که هم در ترکیه جلوی این جریان رو که بر ضد ایران بود رو بگیره، یعنی آتاتورک یک مسائل رو مطرح میکنه که اینا دیگه اجازه نمیده اینا جریان ایران ستیزی رو اینا ادامه بدن، یعنی میاد آره میاد این جریان رو در اون بخش در اون دوره کنترل میکنه. ما جریان ایران ستیزی رو در پان ترکایی که از همون ترکان جوان شکل گرفتن، ما این رو در دوران پیش از اردوغان هم میبینیم که اصلا اینا رفتن این جریان های
پانتورکیسم ایرانی رو اینا گرفتن ساپورت کردن، آتاتورک اینا رو محدود کرد. آتاتورک گفت که نه آقا این جریان ایران ستیزی رو بزنید کنار، و اونجا جلوی این جریان ایستادن و اینو کنترل کرد که بر ضد ایران نباشه. تو اون بخش، تو اون مقطع تاریخی جلوی این جریان حدود 15 سال بود. از آتاتورک حدود 15 سال تقریبا اگه اشتباه نکنم رئیس جمهور ترکیه بود. درست. رئیس جمهور ترکیه بود. و این دوستان ما نمیان بگن که بله ما به محمد رضا شاه رو میگن که آقا ما نمیگیم بهش آریامر، ولی اون چون رئیس جمهور ترکیه بود، جمهوری خواه بود، ما به اون میگیم آتاتورک. از این بعد رئیس جمهور آتاتورک 15 سال رئیس جمهور ترکیه بود، در قدرت نه انتخابات دموکراتیک هم صورت نگرفت. عزیز من این بهانه ها رو در نگیرید. 15 سال دقیقاً این فرد رئیس جمهور ترکیه بود، انتخابات هم صورت نگرفت، پیشون شد رئیس جمهور ترکیه. زمانی که فوت کرد افراد دیگر جانشینش شدن. این هم داشته باشید، یه زمان این بهانه ها این استدلال های سوس رو نیارید دوستان عزیز. به حضورتون عرضم که البته من تعصب دوستان رو نسبت به لایسیته خیلی بهش احترام میگذارم، چون میدونم که دوستان نسبت به لایسیته چقدر حساس هستند، ولی میرسیم به آنجایی که آن چیزی رو که شما بهش میگویید لایسیته و از دل گفتار و ناهنجار جامعه امروز کشور ما نیازمند میبینید که جامعه رو به این سمت ببریم، یعنی سیاست کشور رو به این سمت ببریم، بعد در فرهنگ ایران شهری شما میبینید که این لایسیته نهادینه است. اصلا معذرت میخوام، همون مطلبی است که عرض کردم خدمتتون یک بارم. بابا اجازه میدی من توضیح بدم؟ خواهش میکنم. اینا کدوم لایسیته عزیز من؟ لایسیته آتاتورک رو میگی عزیز من؟ من لایسیته آتاتورک رو با لایسیته فرانسه با شما مقایسه میکنم دوستان عزیز. لایسیته آتاتورک با لایسیته فرانسه جفتشون حکومت لایق دارن، ولی فرانسه کجا، آتاتورک کجا؟ چه بحثیه؟ شما آتاتورک اومد یه ساختار رو به وجود آورد. در این بخش درسته که شما این ساختار رو به وجود آوردی، ولی کوچکترین نقدی به اسلام نکرد عزیز من. شما در این دوران شما نقد اسلامگرایی صورت نگرفت. شما در جامعه ترکیه نقد اسلام وجود نداره. به همین دلیله که اون لایسیته شکست خورد. نتیجه لایسیته یا آتاتورک اردوغان شد. اردوغانه. میدونی چرا؟ چون به هیچ عنوان ترک ها نیومدن به صورت گسترده اسلامگرایی رو نقد کنن. یه ساختار شیک رو گذاشتن، فکر کردن با این ساختار میتونن ترکیه رو ببرن به سوی پیشرفت. نه عزیز من، زمانی که ترک ها مانند ایرانی ها نیومدن. ما در ایران از شجاع‌الدین شفا رو داریم، دکتر مسعود انصاری رو داریم، زنده‌یاد رو داشتیم، نمیدونم احمد کسروی رو تا حدودی داشتیم که نقد کرد شیعه‌گری رو. در دوره بعد ما این بزرگان رو داشتیم در تاریخ ایران، صادق هدایت رو داشتیم، میرزا آخان کرمانی رو داشتیم، اینا همه منتقدین اسلام بودن. آقا جامعه ترکی لایسیته شد، منتقد اسلام نداره به صورت برجسته، و حتی اینا اصلا نیومدن این بخش رو باز بکنن. متوجه هستین دوستان؟ اصلا شما لایسیته ترکی یک ساختار، فقط در درون این ساختار شما اصلا چیزی به نام نقد ندارید. دقیقاً دقیقاً، اصلا قابل مقایسه نیست. این چه دفاعی از لایسیته؟ شما ببینید تاریخ اروپا رو شما در نظر بگیرید، باعث بشه اینا رو توضیح بدن. ببینید تاریخ بود، اگر فرانسه موفق شد، اگر انگلستان موفق شد تا حدودی در این بخش، در این بخش نمیدونم سکولاریسم و اینا، من البته سکولاریسم رو در بخش ایران به اون صورتی که در این جامعه بود تایید نمی کنم. ما در بخش ایران شهر ما بحث خودمون رو داریم. بله. من از زاویه انگلستان و فرانسه، ببینید در فرانسه و انگلستان دانشگاه به وجود اومد، چند صد سال روشنگری شد دوستان عزیز من، نقد مسیحیت کردن، نقد تفکرات مختلف کردن، و پس از اون وارد دوران سکولاریسم شدن. شما لایسیته ترکیه، لایسیته کمال آتاتورک کدام نقد صورت گرفت عزیز من؟ شما 10 سال روشنگری هم نداشتید در این زمینه. دقیقاً. صرفا شما از یک ساختار درست پشتیبانی کنید لازم هست، اما کافی نیست. شما بستر جامعه رو آگاه نکنید، بهترین ساختار جهان رو هم داشته باشید کارآمد نخواهد بود. دقیقاً. بستر جامعه اکثریت مسلمانگرایان افراطی رو داره، شما بهترین ساختار جهان رو هم داشته باشید، لایسیته ترین حکومت جهان هم داشته باشید، موفق نخواهید شد. نمونهش خود ترکیه است. اردوغان به قدرت رسید،
چون بستر جامعه ترکیه اسلامگراست و از درون اسلامگرای جامعه در نهایت شخصی مانند اردوغان به قدرت برسه. این پاسخ هم بود به جریان لایسیته در ارتباط با تئاتر. باشه. اگه پاسخ مطرحه از شب خدمتتون که حالا میگم من نکات رو میام بگم، ولی کنش خب شما مسلط‌تر از من میایید که روی مطلب زوم میکنید. من نکته دیگه ای رو هم در کنار فرمایشات جناب آصف عرض بکنم که یادتون باشه دوستان، ترک ها بر اساس تاریخ خودشون ما داریم صحبت میکنیم، چیزی که تو جیب خودمون در میاریم و هم نمیخوایم بگیم. ترک ها برای افزایش جمعیتشون بعد از این که به هر منطقه میرفتن جنگی میکردن و پیروز میشدن و شکست میدادن، فرزندان اون منطقه رو نمیکشتن، بچه هاشون رو میآوردن و در داخل لشکریان خودشون، این بر تاریخ خودشون تو عثمانی رو من دارم صحبت میکنم، میآوردن و در داخل منطقه، یعنی مسئله اصلا نژادی نبوده و در آینده اینا جز لشکریان خودشون قرار می گرفتن و به حضورتون عارضم که مسلمانشون می کردن، بزرگ می کردن، تربیتشون می کردن و ازشون به عنوان لشکریانشون استفاده می کردن. اینو بارها و بارها در جنگ هایی که بر علیه اروپا داشتن عمل کردن و اساساً یه جمله خدمتون بگم، اون چیزی که امروز در باقی مانده کشور عثمانی وجود دارد چیزی به اسم ترک نیست. نه چهره ترکی دارن، نه قیافشون ترکیه، نه هیکلشون ترکیه، نه فقط آنچه که ازشون باقی مانده است یک ترکیب نژادی است که به مرور با همین روش هایی که دارم عرض میکنم خدمتتون به اونجا آوردم. پس مسئله نژاد اصلا تو در ترکیه مسئله منتفیه. ببینید من مسئله دوباره مسئله نژاد، ببینید اصلا منتفیه اونجا. ببینید بابا جون، اصلا ترکیه رو شما نمیتونید به عنوان یه الگو قرار بدید. ببینید چرا؟ چون شما در ترکیه یه جریان لایسیته‌ای دارید که کوچکترین نقدی به اسلام و مذاهب ابراهیمی صورت نمیگیره. دو، جریان ترکیه، جریانی که در ترکیه است، جریان ترک‌گراست. اینا فقط یک گروهی رو به عنوان ترک، به عنوان جامعه ترک قبول دارن. اصلا کردها رو آدم حساب نمی‌کنن. دقیقاً رفتارشون با کردها رو ما می‌بینیم نژادستانه. همیشه توی یه مقطعی از تاریخ اینا رو به خودشون جذب می‌کنن، دوباره که قدرت می‌گیرن این اذیتشون می‌کنن، این کردهایی که در اون کشور هستن. نه نه، ببینید الگوی ترکیه یه الگوی نژادستیزی هست. هرگز این ما در ایران هیچ ایرانی نمیتونه بیاد بگه که آقا من فقط ایرانی هایی که اهل استان فارس هستن مثلا ازشون پشتیبانی کنیم. نه، جریان ایران جریان نژادگرا در کنارش نژادستیز نیست. دقیقاً. از نمیدونم لور و کرد و بلوچ و نمیدونم آذری و همه تیره‌های ایرانی هستن و همشون در سهیم در قدرت هستن، سهیم در سیاست، سهیم در اقتصاد. اصلا نگاه ما ایرانی ها مانند ترک ها نیست. ترک ها فقط جریان ترکتازی شون هست و نژادستیزی که اونها پی میگیرن. ببینید دوستان، یه واقعیتیه، جناب آصف یه مبحثی رو باز کردن که ما قبلا هم به این مسئله من فکر کنم اشاره کردم. ببینید همیشه به ما گفتن یا دموکراسی یا دیکتاتور. ما امروز داریم این بحث رو باز میکنیم که آقا غیر از دموکراسی و دیکتاتورشیپ یه چیز دیگه ای هم وجود داره و اون از بطن فرهنگ کشور ما میاد. اگه تو فرهنگت نمیشناسیش، خب دلیل بر عدم وجودش نیست. بنابراین دوستان، من یه پس کلی رو عرض میکنم و اون این که فلسفه ای رو که جناب آصف میان و در رابطه باش اینجا بحث میکنن و به ارائه میگذارن، این که شما بین دو گزینه، حالا دولت دینگرا یا لایسیته یا دولت نژادگرا یا دولت فارغ از عرصه ضد نژادگرایی، به این صورت به قضیه نگاه نکنید. هیچ مسئله از شبه خدمت شما فاشیستی در این مطلب وجود نداره، در ایرانگرایی وجود نداره. 100% نمیشه بگی یا فاشیسته یا اینکه به حضور شما عرضم که دیگه بابا جان اینو من تو بخش خودش توضیح میدم. ببینید دوستان عزیز، ما جریان ناسیونالیست داریم، یه جریان ایران شهر داریم. در جریان ایران شهر ما خیلی باید چون چقدر وقت داریم؟ برای تایمی که به طور معمول صحبت میکنیم 12 دقیقه وقت داریم، ولی بعد از اون هم من اینو خیلی خلاصه توضیح میدم. ببینید ما در اندیشه ایران شهر ما
ما به هیچ عنوان نژاد ستیزی نداریم. اصلا نژاد ستیزی رد عزیز من، نژاد ستیزی جریان تفکر ضد انسانیه. اصلا مگه میشه یه انسانی که نیک میاندیشه نژاد ستیز باشه؟ ما مثل آمریکایی بابت جان، من الگوی آمریکایی رو نمیپذیرم. آمریکا که نمیدونم اوج الگوی دوستان لیبرال دموکرات ما هست که خیلی از آمریکا دارن پشتیبانی میکنن و این رو یکی از جریان‌هایی که در آمریکا اتفاق افتاد در بخش لیبرالیسم فردی میان ازش دفاع میکنن. من اصلا چنین ایده‌ای ندارم. ببینید آمریکا در سال 1954 1954 اکنون 2018 هسته، حدود 60 تا 70 سال پیش تازه در اون زمان اومد قانونایی رو گذاشت که بر ضد نژاد سیاهان بود. وحشتناک عزیز من. شما تاریخ ایران رو نگاه کن، دوره ساسانی، دوره هخامنشی، دوره اشکانی تا ساسانی، شما نگاه کن اصلا ما چنین چیزایی رو نداشتیم. بعد من بیام الگوی آمریکای لیبرال رو الگوی خودم قرار بدم که تا 60 سال پیش نژاد ستیز بود، به هیچ عنوان من این کارو انجام نمیدم. یا بیایم از جریانی که در فرانسه به وجود اومد، این سیاه‌پوستان بدبخت رو ببینیم با اینا چیکار کردن، یا استعمار انگلستان، اینها الگوهای فکری ما نیست دوستان. ببینید اگر در آمریکا جنگی صورت گرفت برای آزادی از شبه سیاه‌پوستان، من خیلی صادقانه به شما بگم مسئله گسترش صنعتی بود و انحصار بردهداری در اختیار کشاورزان بود و بخش صنعتی آمریکا با بخش کشاورزی آمریکا یک جنگ گسترده‌ای کردن برای اینکه به نیروی کار احتیاج داشتن و میخواستن این سیاها آزاد باشن، به صورت نیروی کار بتونن ازشون استفاده بکنن. این بخش اصلا مسئله دفاع از حقوق شهروندی و فلان و فلان نبود، فقط میخواستن نوع بردهداری رو از بخش خدمت در کشاورزی منتقلش بکنن به بخش صنعتی. بابا جان در دوره بعدی ببینید جریان آمریکا رو من در جای خودش باز میکنم. ببینید من یه نگاه کلی به آمریکا کنیم، حالا که این بحث مطرح شد من خیلی ببینید دوستان عزیز، آقای توماس جفرسون خب یکی از بزرگان آمریکاست. بعد دوستان ما همیشه میگن نگاه کنید این دموکرات ها بودن که این چنین کردن. آقای توماس جفرسون جمهوری خواه بوده. بله دقیقاً. آره آقای توماس جفرسون دموکرات هم نبود. آقای توماس جفرسون که دوستان لیبرال ما از این جریان جمهوری خواه خیلی پشتیبانی میکنن، میگن آقا جمهوری خواه خیلی خوبن. عزیز من این رهبر معنوی شما جمهوری خواه یک بردهدار بود. دقیقاً. طرفدار بردهداری بود. این آقا صبح از خواب بیدار میشد میومد برده رو میشمرد. در دوره بعد بابا جان چرا اینا حقوق سیاه‌پوستان رو تایید کردن؟ برمیگردی به جنگ جهانی دوم که اینا اومده بودن، جنگ جهانی اول و دوم که شد، خیلی از این سیاهان اومده بودن، افرادی که چهره سیاه داشتن اومدن در ارتش آمریکا خدمت کردن به ارتش آمریکا در جنگ، خیلی‌ها کشته شدن. آمریکایی‌ها دیگه شرمنده شدن، سفیدپوستان گفتن حالا دیگه کشته دادین و فلان شدین و اینا، ما ازتون استفاده کردیم، بیا اینم حقوق مال شما. 1954 اینا تایید کردن. درست این صورت بود استفاده ابزاری عزیز من. دقیقاً. انقدر کشته دادن، انقدر اینا رو نابودشون کردن در طول تاریخ آمریکا. بعد آمریکا بیاد بشه الگوی من، اصلا هرگز همچین چیزی نیست. شما آمریکای همون زمان رو با ایران پادشاهی مقایسه کنید. من خندم میگیره گاهی وقتا بعضی از دوستان میایان ایران دوره رضا شاه، ایران دوره رضا شاه رو مقایسه کنید با ایران دوره آمریکای همون زمان. بله. آمریکا رو در اون از آمریکا به مراتب بهتر بود. دقیقاً. آره خیلی بهتر بود. اصلا من این بحثای دموکراسی رو قابل جامسی که دوباره باید پی بگیرم. اصلا شک نکن آصف گرامی، اینو ما حتما باید پی بگیر بشیم. من طرفدار الگوی ایرانی هستم دوستان عزیز من. ما ناسیونالیسمی که در اروپا هست رو باید کنار بذاریم. ناسیونالیسمی که در اروپا هست جریانهای نژادی هست و جریانهای نژادستیز. این جریان ناسیونالیست چند سدهیه. دوستانی که میگن ما ایران پرست هستیم، ما ناسیونالیست هستیم، ناسیونالیست در اروپا حدود 300 ساله خدمت داره. یعنی شما خودتون رو میذارید در محدوده یه تفکر 300 ساله. من از جریان ایران شهری میهن پرستی ناب ایرانی دفاع میکنم که خدمت چند هزاره ای داره و در مقایسه پیشرفته تره. در مقایسه ما فرهنگی رو داریم. جریان اجازه بدیم بابا جان. جریان ناسیونالیست در اروپا تکیهش بر نژاد هست و جریان های نژاد ستیزی که بعدها به وجود اومد. در جریان ایران شهری ما جریانی به نام
نژادگرایی در برابرش نژاد ستیزی ما نداریم که عزیز من. این جنایاتی که در اروپا به وجود اومد ما در ایران نداریم. اصلا جریان ملیت در اروپا دولت ملت میدونی برای چه به وجود آمد؟ برای اینکه این خلأ فکری و سیستماتیکی که در اون زمان به وجود اومد در برابر مذهب اینا چیزی نداشتن. اینا گفتن ما بهتره که یه چیزی به نام ملیت درست کنیم در برابر قرون وسطای مذهب مسیحیت، ما باید بیام از ملیت پشتیبانی کنیم. آقا ما در ایران جریان اندیشه ایران شهر که از ملیت از جریان ایران گرایی دفاع میکنه خدمت چند هزار ساله داره. وقتی شما بحث دولت ملت رو مطرح میکنید این 300 سده ای عزیز من، ما جریان ایران پرستی و ملت ایران جریان هزاره ایه. اصلا جریان هزاره ای رو شما میذارید کنار، جریان ناسیونالیسم چند سده ای رو قبول میکنید. این یه نقطه. بابا جان مقایسه ایران شهر با ناسیونالیسم یک برنامه حداقل این هست، یک برنامه این اصلا در این مدت نمیشه. شما در ناسیونالیست، ما ناسیونالیست داریم، یعنی چی؟ ناسیون یعنی نیشن، یعنی ملت پرستی. ما در ایران شهر فقط ملت نداریم، ما در ایران شهر کشور داریم، در مفهوم دارم میگم بل. ما در ایران شهر کشور داریم، ما در ایران شهر انسان دوستدار طبیعت داریم. صرفت انسان نیست عزیز من، ما انسان دوستدار طبیعت رو مطرح میکنیم، در کنارش مسئله کشور رو مطرح میکنیم. شما در مسئله ناسیونالیست تنها تکیه بر انسان دارید. مفهوم کشور در ناسیونالیست در مفهوم این واژه جایی نداره. درود بر شما. آره درود بر شما. نکته خیلی کلیدی هست دوستان، این نکات خیلی مهمه. من خواهش میکنم یک سری مفاهیم هست که متاسفانه هرگز ازش نام برده نشده، اجازه داده نشده که نام برده بشه و ما این مفاهیم رو در کنار جناب آصف در حقیقت داریم دوباره بازیابی میکنیم. مهمه وقتی شما به کنه مفاهیم میرسید. آخه یه سری از دوستان میان میگن آقا یک تجربه 2000 ساله ما مثلا داشتیم، به امروز رسیدیم، شما حالا میخوام ما رو برگردیم به 2500 سال پیش. خب عزیز دل من، برادر گل من، دوست صمیمی من، عقلانیت حکم میکنه. اگر 2000 سال پیش بهترین بودیم، امروز بدیم، نپذیریم که جامعه بشری رو رو به سمت اون 2000 سال پیش برگردونیم. عقلانیت بابا جا بذار من بحث رو ببندم تمام کنم. من پاسخ رو میدم دوستانی که این ادعا رو مطرح میکنن. این پرسش اینه دیگه، آقا شما دارید از اندیشه 2500 سال پیش دفاع میکنید برای امروز ایران و این اندیشه کهنه هست. هر چیز کهنه میتونه کهنه است ولی درسته. این متوجه. اما در کنار شما چگونه است از دموکراسی پشتیبانی میکنید؟ دموکراسی هم ریشه 2500 سال پیش داره. چطور دموکراسی 2500 سال پیشی که بردهدار بود، زن ستیز بود؟ بابا در همین آمریکا این دموکراسی بردهدار بوده. در همین آمریکا هم همین دموکراسی بردهدار بوده. ما چرا 2500 سال پیش نگاه میکنید؟ مگه همین دموکراسی در آمریکا بردهداری نکرده؟ اینو همه میگن 2500 سال پیش بردهداری بوده. آخه واقع بین باشه دوستان. بله ولی در کنارش بابا شما نگاه کنید، ما از اندیشه شاهنشاهی ایرانی دفاع میکنیم در ساختار سیاسی ایران. ببینید ما زمانی که از اندیشه پادشاهی ایران در ساختار اجرایی مملکت، ببینید این دو تا بحثه. دوستانی که میان از دموکراسی دفاع میکنن میدونید یعنی چی؟ من روی سخن من با ایران پرستانه، من روی سخن من با مجاهدین و کمونیست و توده‌ای و اینا نیستا، من روی سخن من با ایران خواهانه، کسانی که مهر در قلبشون دارن نسبت به این کشور. اصلا بحث من اینا نیستن، روی سخن من با اینهاست. کسانی که از ایران پرستی، از تاریخ و فرهنگ ایران دفاع میکنن میگن که بله ما از پادشاهی ایرانی دفاع میکنیم، در بخش اجرایی مملکت ایران بشه دموکراسی. یعنی چی؟ یعنی 2000 بیش از 2500 سال از تاریخ و تمدن این کشور ما هیچ اندیشه سیاسی نداریم، باید از ساختار دموکراتیکی که در آغاز بردهدار بود برای ایران امروز استفاده کنیم. عزیز من وقتی شما میگی از دموکراسی امروز استفاده کنیم، چرا به تاریخت افتخار میکنی؟ چه افتخاری داری این تاریخ؟ درود بر شما.
درود باشه. زمانی که شما از این اندیشه دفاع میکنید بگید که بله آقا من یه تاریخی داشتم، برای همون زمان خوب بود، دیگه هم کاری به این تاریخ ندارم. یعنی شما یعنی نمیتونید این جریان، ببین جریان خیلی ساده است. زمانی که ما از اندیشه ساختار پادشاهی در ایران سخن میگیم، یعنی ما دارای یک فلسفه ساختاری سیاسی هستیم برای اداره مملکت. دقیقاً. دوستانی که از پادشاهی دموکراتیک سخن میگن، یعنی ایران زیر مجموعه دموکراسی است. دوستانی که از ایران اسلامی سخن میگن، یعنی ایران زیر مجموعه اسلام هست. یعنی با ساختار اسلام ایران رو اداره کنیم. دوستانی که میگن ایران کمونیستی، یعنی با تفکرات کمونیست ایران رو اداره کنیم. دوستانی که میگن ایران دموکراتیک یا پادشاهی دموکراتیک، یعنی ما با تفکرات دموکراتیک ایران رو اداره کنیم. خیر، ما با اندیشه زیبای ایران شهر در بخش سیاست فلسفه پادشاهی می توانیم ایران زمین رو اداره کنیم. درود باشه. این الگو و از این الگو زیباتر، انسانی‌تر، طبیعت دوست‌تر ما هیچ اندیشه دیگری نداریم در تاریخ جهان. به همین دلیل اندیشه ایران شهر توان اداره مملکت رو در تمامی بخش‌ها داره، از اقتصاد گرفته تا الگوهای زندگی فردی تا حقوق مدنی که تک تک شهروندان ایران باید داشته باشن. ما در تمام بخش ها میتونیم از اندیشه ایران شهر برای اداره مملکت استفاده کنیم. عزیز من، شما وقتی میگید ایران دموکرات، یعنی خشایارشاه زیر دست پریکلسه. پریکلس اوج قدرت دموکراسی آتن بود. پریکلس دوستان پول میداد به آیسکیلوس، پول میداد به این فرد، میومد تراژدی پارسیال مینوشت. امروز پول میدن به هالیوود بر ضد ایران فیلم میسازن. اون زمان آقای پریکلس پول میداد به نمایشنامه نویسای آتن بر ضد ایران نمایشنامه مینوشتن ضد خشایارشاه. دوستانی که دارید میگید من دموکرات هستم، یعنی داری از پریکلس دفاع میکنید در برابر خشایارشاه. دوستانی که میگید من دموکرات هستم، دارید از نمایش نویس های آتنی پشتیبانی میکنید در برابر ایران. متوجه شد این چی شد؟ یعنی شما دارید از آکروپولیس دفاع میکنید، من دارم از پرسپولیس دفاع میکنم، شما از آکروپولیس دفاع میکنید، من از تخت جمشید دفاع میکنم. شما در جایگاه تخت جمشید هستید یا در جایگاه آکروپولیس؟ جایگاهتون رو مشخص کنید. شما یه روز در حجاز میستید، آقای میلانی یه روز میرفت در چین مائیست بود، ضد ایران بود، امروز رفته در آمریکا نشسته تفکرات دوباره اون مسائل رو مطرح میکنه، لیبرالیسم نمیدونم دموکراتیک. ببینید بابک جان، این آقا یه روز در جایگاه چین بود، یه روز در واشنگتنه، هیچگاه در ایران نبود. من بحث من اینه که شما که یه روز کمونیست بودی یه روز شدی دموکرات، یک بارم بیا ایرانی بشو، با دید ایران به ایران شهر نگاه کن، با دید ایران مردم ایران رو نگاه کن، با دید ایران با الگوی ایرانی بیا ایرانت رو بساز. بحث من اینجاست. همیشه ما یا باید از تفکرات ابراهیمی مانند اسلام استفاده کنیم برای اداره کشور، یا از تفکرات دموکراتیک حالا امروز در از اسمای غربی مانند دموکراسی. آقا کی میخوای ایرانی بیاندیشی؟ کی میخوای برای ساختار مملکت خودت از اندیشه ایران شهر استفاده کنی؟ بیا این کارو بکن. ما نمونه تاریخی داریم، ما سند داریم. ایران دوران هخامنشی، اشکانی، ساسانی نمونه های ایران شهری بود. ایران حدود 1000 سال. اگر در یک برهه تاریخی نفر اول جهان نبود، نفر دوم بود. اگر ما امپراتور کل جهان نبودیم، دوم بودیم در جهان. یعنی یا ایران در مقام نخست بود، یا فرقا برای نمونه امپراتوری روم بود. دقیقا. من اینا رو حالا در دوران ساسانی توضیح میدم، چون در ایران هخامنشی ما اصلا رومی ها رو نداشتیم، آتنی ها رو داشتیم که اینا از ایران شکست خوردن. ما هیچ وقت از آتن شکست نخوردیم، از اسکندر شکست خوردیم. اسکندر هم آتنی نبود، اسکندر هم دشمن آتن بود. دقیقا. اسکندر آتنی نبود، اسکندر آتن رو هم فتح کرد جناب. آتن رو هم میگیره، بله. اتفاقا زمانی که میمیره اسکندر، آتنیا جشن میگیرن، ایرانیا جشن میگیرن، آتنیا هم جشن میگیرن. اینجا یه بخش مشترک داره. آره، این نکته رو دقت کنید. در برنامه جداگونه بابک جان اینا رو من سریع توضیح دادم. من تک تک این بحثا رو باز میکنم، یعنی دموکراسی رو در مفهوم توضیح میدم. ببینید اصلا ما کاری به تاریخ دموکراسی نداریم. دموکراسی در مفهوم چیست؟ دمو و کراسی یعنی چی؟ دمو میگن آقا یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت. نه عزیز من، دمو در آتن باستان
به معنای چه بود؟ به معنای مردان اشرافی اشراف. معنی دمون مردان اشرافی بود، مردان معمولی هم نه، مردان اشرافی. این واژه رو باید درست ترجمه کنید عزیز من. مردم نبود که آقا، مردم یعنی هم زن هم مرد. دمونی که فقط گفت مرد، اون دمون نیست که عزیزم، اون مردم نیستش که عزیز. اینا خیلی مهمه. ما میایم دموکراسی رو در خود آتن بابا شما باز کردیم، ما میایم در دوران پس از رنسانس میایم انگلستان و فرانسه و آمریکا رو سرآمد اینا هستن دیگه ها، اینا خیلی به خودشون میبالن. ما اندیشه های اینا رو مطرح میکنیم، سیاست های اینا رو، بزرگان ایران رو مقایسه میکنیم با آن چیزی که در ایران شهر بود، ببینم عزیزان ایران دوست من کدوم رو انتخاب میکنن. اندیشه ایران شهر رو که زیباست، انسانی هست، دوستدار طبیعت هست، عاشق ایران. شما در دموکراسی بابا جان نه آغاز دموکراسی ایران پرستی داری نه پایان دموکراسی. دقیقاً درست. چرا بی بی سی داره از ایران از دموکراسی دفاع میکنه؟ چرا همه جریان‌های تجزیه طلب از دموکراسی دفاع میکنن؟ چون در دموکراسی هیچ بحثی از میهن نیست. ما در جای اندیشه ایران شهر بحث ایران پرستی است. اینا میخوان جریان دموکراسی رو جایگزین اندیشه ناب ایران شهری کنن و ما رو از میهن پرستی دور کنن. دقیقاً. شما زمانی که از ایران شهر سخن میگید 100% از حقوق انسان دفاع میکنید، ولی زمانی که از دموکراسی سخن میکنید، سخن میگویید، اندیشه ایران پرستی مطرح نیست. درود بر شما. متوجه شدید؟ شما در دموکراسی اصلا مسئله میهن مطرح نیست. یک ساختار فکری در بخش مانیفست یک تئوری است. اینا رو با بچه‌ها جدا جدا مثل برنامه پوریم که امشب توضیح دادن، در جایگاه خودش، در زمان خودش میپردازیم به جریان دموکراسی، به جریان ناسیونالیسمی که در اروپا هست. و من هرگز به خودم نمیگم من یک ناسیونالیستم. ناسیونالیست شما رو محدود میکنه به ایران امروز. ناسیونالیست وقتی یک فرانسوی میگه من یک ناسیونالیست هستم، یعنی فرانسه امروز. زمانی که آصف کیا میگه من از اندیشه ایران شهر دفاع میکنم، یعنی از کردهایی که در کوبانی هستن پشتیبانی میکنن. درود بر شما. همیهنان عزیزمون در تاجیکستان. درود بر شما. نمیخوام با اینا بجنگم. درود بر شما. همه اینها برادران و خواهران ایران شهر ما هستن. درود بر شما. از همه اینا پشتیبانی خواهیم کرد. درود بر شما. متوجه هستی؟ درود بر شما. ناسیونالیست شما رو در ایران مرکزی نگه میداره. چون زمانی که میگید ناسیونالیست، شما مرز سیاسی مشخصی دارید. شما رو در ایران مرکزی. اندیشه ایران شهر اندیشه است که هم ایران مرکزی رو دوست داره و هم ایران شهری که از ایران جدا شد. ما خواستار بازگشت سرزمین‌های جدا شده از ایران هستیم. دقیقاً. درود بر شما. اینها بیان به ایران بپیوندن. ما برای مردان و زنانی که کودکانی که در آران هستن از ما جدا شدن، برای تک تکشون ارزش قائلیم و دلتنگیم. و دلتنگیم. ما افرادی که در تاجیکستان هستن، بابک عزیز، در تاجیکستان جشن سده میگیرن، جشن بله. نوروز میگیرن بله. ما اشتراکات فرهنگی داریم. دقیقاً. اینا بهترین دوستان ما میتونن باشن. دقیقاً. ما زمانی که از ایران شهر سخن میگوییم یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بخوایم با اینها بجنگیم، هرگز. اینا باید اعتماد و اینا جلب کنیم در بخش اقتصاد، در بخش سیاست، در بخش فرهنگ. دقیقاً. این باید پیمانهای بسیار محکمی با اینها ببندیم، نه پیمانهای استراتژیک و کوتاه مدت که بگیم بله بیام از تاجیکستان استفاده کنیم برای اینکه به یه جایی به منافع برسیم. نه، باید روزی ما به آنجایی باید برسیم که اگر یک بمب دموکراتیکی در تاجیکستان فرود آمد، بگوییم که بله این بمب همانند بمبی است که در تهران اومده، در اصفهان اومده، در تو بمبی است که در تهران. دقیقاً. ما باید از مردم تاجیکستان بریم پشتیبانی کنیم. درود بر شما. همینطور از مردمی که در مناطق کردنشین هستن. دقیقاً. درود بر شما. فرق از آذریهایی که در مناطق آران هستن، اینا همه هممیهنان عزیز ما هستن. دیدگاه ایران شهر دیدگاه یکی شدن هست، دیدگاه نزدیک شدن هست، دیدگاهی توأم با مهر. درود بر شما. ما مثل تفکرات شیعه آریایی که نداریم. درود بر شما. دوستان میان دفاع میکنن، غمو و زنجیر به عراق صادر میکنن، بمب و موشک صادر میکنن. نه عزیز من، زمانی که ما از ایران شهر سخن میگیم، ما جشن برگزار، جشنهای یگانه داریم، ما دوستی و مهر داریم. نمیخوایم غم و زنجیر صادر کنیم، ما میخوایم شادی صادر کنیم عزیز من. مرز باز داریم. اون چیزی که امروز در قالب یک اروپای یک پارچه یوروپیان یونیون برای خودشون ساختن،
در فرهنگ ایران شهری وجود داشته و وجود داره، فارغ از این که بخوایم یک دولت باشیم یا چند دولت. این یعنی میخوام به شما بگم فرهنگ ما این رو ایجاب میکنه که ما امروز در ایران برای تک تک کودکان کوبانی نگران باشیم. دقیقا. این نه نژاد ما، اینو دقت کنید. دقیقاً ببینید بابک، من بحثی رو راجع به یهودیان مطرح کردم. ببینید در آینده ایران یهودیان هم شهروندان ایران هستند، در راه حق و حقوق هستند. مسیحیان همینطور. دقیقاً همین. این مسئله که من مطرح کردم انتقاد نسبت به اندیشه است. من میگم پوری ممنوعه، ولی نمیگم که شهروند یهودی حق و حقوقی نداره. اونا هم حق و حقوق، اونا انسان هستند. در همین کشور شاهنشاهی ایران شهر ساسانی ما یهودیان رو داشتیم، مسیحیان رو داشتیم، بوداییان رو داشتیم، یک امنیت تمدنی برای تمام اینها بود. دقیقا. فرقی نمی‌کنه. دقیقاً. من از اینکه این بحث رو مطرح کردم، این دوستانی که از پوریم رو جشن می‌گیرن یک تلنگری به خودشون بزنن، دست از این نژادستیزی بردارن و برگردن به یکمی به این اندیشه‌های والای انسانی و ایران شهری نزدیک بشن. ما ستیز با یهودیان نداریم. ما یک تلنگری می‌زنیم به این اندیشه‌ها تا اینها به خودشون بیان. و این دوستان ایران پرست ما گل و بلبل نفرستن برای پوریم. پوریم یک جریان خطرناکی است. درود بر شما. درود بر شما. دمتون گرم شد بابک جان. من وقت دوستانم نمیگیرم. خیلی خیلی ازت سپاسگزارم آصف گرامی. و تک تک دوستان سپاسگزارم، چه اونایی که به هر حال همسو با من نبودن. نه. اگرم پرسشی دارن، انتقادی دارن. بله انتقاد رو انتقاد خوبه، ولی وقتی بحث جناب آصف معذرم خواهم، وقتی یک سری میان فحاشی میکنن خیلی جسارت دارن، چون شما هرگز من ندیدم توی بحثاتون به کسی توهین بکنید. وقتی کسی میاد فحاشی میکنه یعنی منطق عاجز مونده. من بنابراین اصلا پاسخ دادن به اون رو جایز نمیدونم، ولی وقتی کسی میاد و سوال میکنه من بدیهی سوالش رو مطرح میکنم و بدیهیه که شما هم محبت دارید و همیشه پاسخگو هستید. از تک تک عزیزان من جمله به خصوص جناب آصف به خاطر وقتشون خیلی سپاسگزارم. زنده باش سپاسگزارم. برنامه بسیار پرباری بود. من که بسیار آموختم، امیدوارم دوستانم همین حس رو همراه داشته باشن. از هر چیزی که مهمتر در پایان بحث از شما عزیزان خواهش میکنم که به نسبت به عرشبت گرد همایی فردا در سوئد، اگر در سوئد هستی، من جمله جناب آصف گرامی برای حمایت از کامران قادری محبت بکنید، فراموش نکنید این رو. این از هر چیز ببینید، باز هم من تکرار میکنم، یک فرد، یک نماد ملی رو در یک مسافتی که تا کنون هیچ کسی این کار رو انجام نداده حمل کرده. احترام به نماد ملی ما، احترام به این حرکت یگانه، جایگاه انسانی و عرشبت همبستگی ملی ما رو نشان میدهد. لذا از همه عزیزان خواهش میکنم نسبت به این مسئله حساس باشن. و از اینکه توی برنامه ما بودید، با اینکه من توی این شرایط اسفبار بودم، ولی که هم بخواد اینکه خلف وعده نشه و بیادبی نشه خدمت جناب آصف و دوستانی که بهشون وعده کرده بودم، در همین شرایط ایستادم یه گوشه و این برنامه رو در خدمت جناب آصف بودیم. من از جناب آصف خیلی سپاسگزارم و قربونتون برم. من شب بخیر میگم به تک تک دوستان. ممنونم، شب و روز شما هم بخیر. و جناب آصف ما شما رو داریم برای هفته آینده، برای سه‌شنبه یا پنج سه‌شنبه دیگه انشالله برای برنامه. سه‌شنبه فکر میکنم ما به جشن نوروز اینا میرسیم، اگر همسو باشید برای پنجشنبه، چهارشنبه رو باشه، چهارشنبه میگذاریم برای چهارشنبه. پنجشنبه باشه. بابا جان پنجشنبه باشه. اگر امکانش باشه. استفاده میکنم. پس ما اگر دوستان خواستن و همراهی کنن در برنامه هفته آینده پنجشنبه. بله. من میخوام در ارتباط با دوران ساسانی در مورد موبدان و جایگاه موبدان در تاریخ ساسانی بحثی رو مطرح میکنم. چون زمانی که ما به ساسانیان میرسیم حملات بسیار شدیدی به موبدان در تاریخ ایران شد و موبدان رو با آخوندان مقایسه کردن، موبدان رو با نمیتونم کشیش های قرون وسطی مقایسه کردن. و من نگاهی میاندازم به جریان موبدان در دوران ساسانی و پس از دوران ساسانی، یعنی در زمانی که اسلام وارد ایران شد به زور شمشیر
به جایگاه موبدان خواهم پرداخت و ببینیم که آیا این موبدان در چه جایگاهی در این تاریخ ما قرار گرفتن. بحثایی رو در این ارتباط مطرح میکنم، من فکر میکنم سودمند باشه. سپاسگزارم از شما، خیلی خیلی ممنونم. زنده باشی، شب روز بر شما خوش، شب روز بر شما خوش. پاینده ایران پادشاهی، پاینده ایران پادشاهی، جاوید شاه دوستان عزیزی، قربان شما، خدا نگهدار.